من شب قرص اعصاب میخورم، من که خونه میخوام. شوهر جون میدونید که قرص اعصاب با تجویز دکتر بخورید؟ حالا شبا کجا میری؟ چرا انقدر فضولی میکنی نیایش؟ علی بازی رو جدی بگی، اسم من نیایش نیست، من نرگس جونم. خب تاها هم اسم مامانشو داره شوهر جون. سلام به همه، خیلی خوشحالم که با یه قسمت دیگه از سایده بی قراره که همراه با شما باشیم. امیدوارم که گفتگوی خوبی بشه و امیدوارم که ما توی همه پلتفرم ها دنبال کنیم و کانال یوتیوب ما رو هم سابسکرایب کنیم. مهمون این قسمت سایده بی آناهیتای قزوینی زاده، فیلمساز ایرانی ساکن امریکاست و ما برای اولین بار قراره که با مهمونمون توی استودیو کاج به صورت غیر حضوری و از طریق اسکایپ گفتگو کنیم. خب آنهایی تو خیلی این گفتگو برای من جالبه، به خاطر اینکه قبلش بهت میگفتم من با هر کسی از دوستام که صحبت میکردم که خب مثلا به ما مهمون معرفی کنن که بتونیم گفتگو بکنیم و مثلا این گفتگو جالب از آب در بیاد، تقریبا میتونم بگم که همشون اسم تو رو میآوردن. و آره، با اینکه توی فضای الان سینمای ایران تو نیستی، ولی این برام خیلی جالبه که آدما مرتب اسم تو رو میگن. خلاصه این از این، ولی بذار من خودم بهت بگم که کی با اسم تو مواجه شدم. اولین بار از اونجایی که من توی کنکور به شدت ناموفق بودم و خلاصه هی درس میخوندم و با وجود اینکه آدم درس خونی بودم نتیجه هم اصلا جالب نمیشد و مثلا پشت کنکور مونده بودم و اینا، وقتی که دانشگاه قبول شدم با اینکه دانشگاه میرفتم این پیک سنجش رو من عادت کرده بودم میگرفتم، مثلا چون خیلی روزنامه میگرفتم پیک سنجش هم میگرفتم و یه روز تو پیک سنجش دیدم که با رتبه برتر گفتگو میکرد و دیدم که اونجا اولین بار اسم تو رو دیدم و مثلا ترکیب اسمت هم یه جوری بود که تو ذهنم مونده بود و چون رتبه یک کنکور هنر بودی و رفته بودی سینما خونده بودی، خلاصه خیلی این اسم برام چیز بود، این اسمی بود که به خاطرم مونده بود. تو بد نیست از اینجا شروع کنیم. تو رتبه یک کنکور هنر بودی سال 85، درست میگم؟ درست. آره، تو از این بچه باهوشا بودی که مثلا همه کارتو میکردی و یه خورده سر کلاس گوش میدادی یا مثلا یه مطالعه معمولی داشتی و رتبه یک شدی، یا از اونایی که مثلا روزی 15-16 ساعت درس میخوندن و برنامه ریزی داشتن و از این جزوه های برنامه درسی داشتن و اینا؟ من یه جایی بین این دوتا بودم فکر میکنم، چون که من سابقه این بود که من هنرستان هیچ وقت نرفتم، راهنمای دبیرستان مدرسه رشتم ریاضی فیزیک بود، مدرسه فرزانگان میرفتم و یهو پیش دانشگاهی گفتم که من دیگه نمیدم کنکور ریاضی، میخوام کنکور هنر بدم و مثلا درسای عمومی ما هنوز میرفتم فرزانگان، اونجا کلاس ها رو میرفتم، درسای هنر رو یه آموزشگاه سیما آخر بود اونجا میرفتم بعضی هاشو، یه دوره هایی چون اون اولین برای من شروع خیلی علاقه من شدم به تئاتر و سینما و اینا بود، یه دوره های زیادی میشستم نمایشنامه میخوندم، تئاتر میرفتم، فیلم میدیدم هی، و یادم هی مامانم قرم میزد که تو من کنکور نداری، بعد منم میگفتم نه این جزوی از مطالعات کنکوره، یعنی یه حالت طغیان هنری بود، ولی ته تهش بخوام خیلی صادق باشم نه از این باهوشا نبودم که مثلا هیچی درس نخونم برم یه رتبه یکشم، یه مقدار زیادی هم درس خوندن توش رفت و فکر کنم دلیلی که خود تو خیلی های دیگه رتبایش ها خوب نگیرن اینیه که کنکور خیلی ملاک خوبی برای توان هنری و نبوغ و هوش آدم نیست، واقعا ته تهش فکر میکنم به میزان درس خوندن ربط داره بیشتر از هر چیز، اینه که واقعا نشانه چیزی نیست جز مثلا دانش آموز خوب بودن و درس زیاد خوندن بره، به حداقل در مورد من و خیلی ها که میشناسم. آره، حالا من که اصلا تو همون ریاضی فیزیک موندم و بعد رفتم معماری خوندم و اصلا بعد خودم رو به زور هی سعی کردم که تو فضای سینما نگه دارم، ولی بذار از این با این بهانه یه خورده بریم عقبتر. تو کجا به دنیا اومدی؟ کجا کودکی تو اینا رو چجوری گذروندی؟
من تهران به دنیا اومدم، شهرک اکباتان. تا یادم نیست 5-6 سالگی اونجا بودم، بعد جا به جا شدیم، شهرک غرب رفتیم و دیگه تا دوره دانشگاه هم همونجا زندگی میکردم. تهران بودم همیشه. خب ببین، چطور شد که حالا که رتبه یک کنکورم شدی؟ چون اون موقع ترند این بود که رتبه یک کنکور هنر میرفتن طراحی صنعتی میخوندن. حالا نمیدونم چرا اینجوری بود، یا مثلا شاید گرافیک میخوندن. تو چطور شد که تصمیم گرفتی سینما بخونی؟ یعنی انقدر برات واضح بود که میخوای آیندت رو با تحصیلات آکادمیک تو سینما شروع بکنی؟ ببین من یه کوچولو عقب میرم. من از دبستان خیلی به ادبیات بیش از هر درسی شاید علاقه داشتم. ریاضی هم همیشه خیلی دوست داشتم، ولی این فکر کنم پیش زمینه مهمیه. من یه خواهر داشتم که از خودم 6-7 سال بزرگتر بود و از وقتی خیلی کوچیک بودم کتابای ادبیات دبیرستانش رو میگرفتم و یک عالمه شعر حفظ کرده بودم بدون اینکه حتی معنیاشون رو درست بدونم. و فکر میکنم بیس در واقع علاقه و سواد ادبی هنری من توی شعر کلاسیک، شعر قدیمی فارسی ایرانه و یک عالمه حفظ کردن و خوندنش. و بعدها که حالا تو راهنمایی دبیرستان ادبیاتمون پیشرفته تر میشد، همون اشعار رو مثلا تحلیل میکردیم که حالا آرایه هایی که توی این شعر به کار رفته چیه، و یهو به نظر میومد وای یه چیزی که انقدر زیباست و انقدر راحت آدم به جذب میشه، این همه هم تکنیک و کار و این همه ساخت توش وجود داره که شعر فارسی میشه. و فکر کنم اون برای من شروع واقعا علاقه من شدن به شکل عمیقش به ادبیات و هنر و فرهنگ بود. و در کنارش هم تو خونمون کتاب زیاد بود، از راهنمایی شروع کردم به کتاب، خیلی بیشتر کتابای غربی خوندن. و توی راهنمایی و به خصوص دبیرستان ما شروع کردیم یه عالمه تئاتر کار کردن، و اون موقع من یهو خیلی جذب ژان پل سارتر رو نمیدونم کامو و ادبیات اگزیستانسیالیستی شده بودم. و بدون اینکه واقعا هنوز کامل بفهمیم، با بچه‌هایی که دوستان بودن اون موقع مثلا نمایشنامه‌های سوء تفاهم، شیطان و خدا، اینا رو تو دبیرستان ما هم اجرا می‌کردیم. ببین یه روند بود، ولی فکر کنم اتفاقش این بود که مثلا من پدری داشتم که کتابخونه بزرگ داشت، یه عالمه کتاب داشت، یه علاقه به ادبیاتون به وجود اومد به خاطر اون مبادله‌ای که با خواهرم بود همیشه. و دیگه اون کم کم به این رفت که اوکی، من علاقه اصلیم تو مدرسه اینه که یه نمایشنامه بردارم با بچه‌ها جمع شیم اینو اجراش کنیم. هر سال این بود و مثلا یه جورای علاقه به این که من میخوام مثلا برم به سمت تئاتر و فیلم از اینجا شروع شد. بعد دو تا اتفاق افتاد، یکی اینی که یه اتفاق اصلی افتاد و اونم این که به سمت پیش دانشگاهی که رفتم و تصمیم گرفتم که من میخوام کنکور هنر بدم، اون دوره رضا کیانیان یه کتاب نوشته بود به اسم شعبده بازیگری و من یادم اون کتاب خیلی دوست داشتم و همزمان هی داشتم استانیسلافسکی میخوندم، نمیدونم برشت میخوندم، کلن راجع به نظریه های مختلف بازیگری تو تئاتر و سینما. و فیلم یک بوسه کوچولو هم اون موقع در اومد و من یه نقد خیلی کوتاه، نقد انتقادی نه تحلیلی، مثلا در مورد بازی رضا کیانیان توی اون نوشتم و فرستادم مجله فیلم. مثلا اوایل پیش دانشگاهی بود فکر کنم و ما مثل 16-17 سالم بود دیگه. با آقای گلمکانی که سردبیر مجله فیلم بودن زنگ زد بهم و گفت شما کی هستی؟ یادم یه گفتگویی بود که من داشتم بر کنکور درس میخوندم، یه تلفن زنگ زد برداشتم و گفت مثلا شما کی هستی؟ چند سالتی؟ چی کاره؟ یا اینا. و به هم البته یه سری در واقع راهنمایی کرد که چطور باید تغییرش کنم بدم و یکم بست بدم اون مطلب و برای آره یه مقاله یه صفحه و نیمه خیلی کوتاه چاپ شد. و بعد از اون شروع کردم یه سری نقدای بازیگری یا تحلیل فیلم، خیلی مدام نه، ولی مثلا سالی دو سه تا میشد اون دوره پیش دانشگاهی سال اول دانشگاه نوشتن. و اون فکر کنم خیلی برام تشویق این شد که برم سمت سینما. این که تصمیم گرفتی سینما رو انتخاب کنی،
با خانواده چالش داشتی یا نه خانواده راحت کنار اومد؟ من خیلی خوششانس بودم، خیلی ساپورتیو بودن و مسلمه یه حالت شک و شبهه بود که حالا تو فرزانگان رفتی، نمیدونم ریاضی خوندی، میتونی مهندس چی، نمیدونم به قول مام بزرگم میگفت باید بری وکیل بشی اینا، ولی در کل خانواده خیلی حامی بود و فکر کنم تحتش از این که من سینما خوندم حتی خوشحالتر شدن تا تئاتر، چون به نظرشون سینما مثلا یکم گسترده تر، صنعت بزرگتری، امکان کارش بیشتره، مثلا امکان که کار، حالا اون موقع حتی خانوادم دوست داشت به این فکر کنن که من یه روز شاید برم از ایران، امکان که بین المللی کار کنی بیشتره و بر همین تهش خیلی خوشحال بودن. خب تو انتخاب رشته کردی و وارد دانشکده سینما تئاتر شدی، درسته؟ خب بد نیست یکم از فضای دانشکده سینما تئاتر توی اون زمان بگی، یعنی تو دقیقا اواسط دهه 80 وارد دانشکده سینما تئاتر شدی و یکم بد نیست از حال و هوای دانشکده بگی واسه همون. حتما. به من قبل از این شروع کنم یه چیزی رو باید بگم، اونم این که من دوچار بیماری نسیانم چون که سال هاست دورم از اونجا و واقعا خیلی چیزا به طرز ترسناکی یادم رفته و حتی فکرم تو ذهنم انگار وقتی فاصله داری تو ذهنت یه داستانایی میسازی در مورد چیزایی که اتفاق افتاده و اون جای واقعیت رو میگیره. اینه که سعی میکنم جالبم. آره وقتی یکم ترسناک و جالبه، واقعا گذشته انگار برام بازسازی شده اینجا و شاید حتی یه بخشایش که دردناکتره رو مثلا انگار بیشتر کنار گذاشتم. گذشته خودتو ساختی، یعنی یه گذشته ای توی ذهن خودت ساختی. دقیقا. و فهم کنم این قصه ای که با خودم از گذشتم گفتم به جای خودمون خاطرات اصلی جا افتاده تو ذهنم، ولی سعی میکنم تا جایی که چیزایی که خیلی فکتوال و درست داره رو بگم تا جایی که میشه یادم مونده. ولی من سال اول که رفتم خودم علاقم بیشتر سمت تحلیل فیلم و نوشتم بود و یه جورایی ذهنیتم این بود که من قراره مثلا منتقد و تحلیلگر فیلم بشم، شاید فیلمنامه نویس بشم، بیشتر فوکوسم روی نوشتم بود و مثلا یه بخش زیادی از سال اولم صرف در آوردن یک مجله شد که فقط یه شمارش در اومد، شماره صفر، به اسم دست، دانشکده سینما تئاتر مخففش بود و یه مجله مثلا سینمای ادبی بود که اون شماره راجع به همه اقتباسای سینمای هملت بود و یه جورایی فضای ذهنیم از سال اول اینه که فعالیتام بیشتر منعطف نوشتن و تحقیق و اینا بود و درسای اولیه تاریخ سینما و جامعه شناسی و روانشناسی و اینا که فکر کنم سال اول باید بگیری. خب آخه یه چیزی که اون دوران خیلی جدی بود این فرهنگ مطبوعات و نشریه‌های هم سیاسی هم سینمایی بود، یعنی خیلی فضای پرشوری بود، تعداد روزنامه‌هایی که چاپ می‌شد، تعداد نشریه‌های سینمایی که چاپ می‌شد، دیگه اون موقع حالا مجله فیلم و دنیای تصویر که بود ولی مثلا 7 اضافه شده بود و خیلی فضا پر رونق بود، آدما خیلی نوشتن هنوز اعتبار خیلی ویژه‌ای داشت. اینه که شاید این فضای یه تأثیراتی داشته که تو وقتی وارد دانشگاه شدی خب فکر کردی خب اینجا جاییه که من میتونم مثلا یه چیزی سردبیر باشم، یه نشریه ای اینجا برای خودم جور کنم. خلاصه 100% درسته، دقیقا. و من از چندین سال پیش مجله فیلم رو میگرفتم مینوشتم، مثلا یک عالمه منتقدا بودن که واقعا به نظرشون احترام میذاشتم که راجع به فیلم ها چی میگن، دقیقا اون فضای بود. و از اون طرف مجله میاد کیا مثلا اگه بخوای بگی چون جالبه. آره خب من اون موقع یادم قبل تر از ما کامبیز کاهه می نوشت توی مجله فیلم، منتها فکر میکنم سالی که من دانشگاه رفتم آقای کاهه دیگه نمی نوشت، منتها مثلا من نوشته تا جایی که یادمه اگه اشتباه نکنم یا خیلی به ندرت می نوشت. فکر کنم درست میگی چون دیگه اوج کارشون تو دهه 70 بود، درسته. مثلا با شروع دهه 80 خیلی کم کار شده بودن و دیگه آره دقیقا. فکر میکنم درست داری میگه. یکی کامبیز کاهه بود که مثلا من نوشتهای قدیمیشو میخوندم، همیشه برام خیلی جذاب بود. خود آقای گلمکانی بود که مثلا نوع نوشتنشو من اون موقع و هنوز خیلی دوست دارم. بعد مجید اسلامی بود که خب مجید اسلامی بیشتر مثلا نویسنده و مترجم کتابای کتاب بود، ولی در این حال هر از گاهی که مثلا تحلیلم مینوشت مثلا یه اتفاق بزرگ و مهمی بود.
و یادم اون دوره اگه اشتباه نکنم نیما حسنی نسب تازه شروع کرده بود به نوشتن یا تازه داشت، بعد دیگه من دنبالشون نکردم و واقعا هم هیچ کدومو خیلی از نزدیک نمیشناسم این افراد جز آقای گلمکانی که واقعا خیلی حامی و دوستانه با من مونده میشه، ولی آره اینا کسن که یادم میاد و که مثلا دوست داشتم میخوندم. کسایی دیگه هم یادم میاد که مینوشتم ولی خیلی علاقه نداشتم، بر همین اسمشون هم نمیگم. خب پس تو وارد دانشگاه سینما و تئاتر شدی با این علاقه به نوشتن و فضای مطبوعات و دنبال کردنش و تو سال اول در کنار درس خوندن و آشنایی با فضای دانشگاه نشریه در آوردی. دقیقاً و اون سال اول ترم اولش من یادمه که من خب اهل تهران بودم و خب مثلا چه هم میتونم بگم خیلی آدم خیلی مثلا خانواده مرفه و ثروتمندی نداشتم، همیشه طبقه متوسط بود ولی خانواده خیلی حامی بود، نسبتاً ساپورتیو فرهنگ و همه چی بود و خلاصه به قول آمریکایی‌ها با یک پریویلیج، با یک امتیاز خاصی میرفتم و یه عالم همکلاسی داشتم که خب از شهرهای کوچیکتر، از شهرستان، از جاهای دیگه اومده بودن و برای من این در واقع تنوعی جدیدی بود و جالب بود. یادم ترم یک دوستای زیادی داشتم که از شهرهای دیگه اومده بودن، خوابگاهشون میرفتم با هم خیلی زمان میگذروندیم و اینا، و ترم دو بیشتر رفت به سمت دوستی با یکی از بهترین دوستام سوگل رزوانی که با هم همدوره بودیم و خب خیلی نزدیک شدیم و دیگه دوستیمون هم تا الان خیلی نزدیک ادامه پیدا کرد. و بعد اواخر سال یک وقتی که مجله دست و در آوردیم، اون حیات پشتی سینما تئاتر رو نمیدونم دیدی؟ آره بله، اون حیات کم عرض درازاره که همه توش، یا من خاطرات همین که یا املت میخوردیم یا همه داشتن سیگار میکشیدن، مثلا همه نشسته بودیم رو زمین تو این گوشه ها و اینا، ولی فضای خب با انرژی بود تو داره ما، مثلا میرفتیم ساعت ها میمونیم. آره واقعا آخه تو دانشکده های هنر این اتفاق میفته، یعنی غیر از کلاس ها و اساتید که مهمن، اینو نمیشه انکار کرد، ولی اون فضاهایی که بچه‌ها جمع میشن دور هم، حالا یه وقتی هست مثلا نمیدونم توی دانشگاه‌های خارج از ایران، حالا تو تجربهش رو داری، یه فضاهایی هست تو معماری تعریف شده، یه فضاهایی هست نه تعریف نشده ولی خود آدما بهش ساختار میدن. اون حیات پشتی از این جنس بوده، احتمالاً که خود آدما اونجا رو تعریف کرده بودن و اون ارتباطات، اون شاید مثلا بدبستون‌های اطلاعات، فیلم ها و اینا اونجا بین بچه ها رد و بدل می شده و خودش شاید اهمیتش اندازه کلاس ها بوده. 100% و مهمترم بود حتی، و دقیقا حتی این بخش معماری که میگه خیلی جالبه، دقیقا مثلا هر بخشش کاراکتر خودش رو داشت اون حیات، مثلا یه گنگ خاصی همیشه دور پلای اون ته بودن، یه گروه خاصی مثلا دم در بودن همیشه که بیان و برن، خیلی جالب بود. و بعد اونجا من با خیلی آدم آشنا شدم، مثلا یه گروه بود فرخ سلطانی بود، هوتن حقشناس، مثلا این کسایی که اون موقع کار میکردن برام جالب بود. و مهمترینش هم با مرتضی آشنا شدم، مرتضی فرشباف، از طریق همین دانشگاه بود اولین بار و اون خیلی خیلی مشوق و حامی من بود، نوشته هایی که مثلا می نوشتم و نقد و اینا رو خیلی دوست داشت نصرم. و بعد دیگه یه جورای آشنایی با مرتضی خیلی مسیر زندگی من رو عوض کرد، چون خیلی من رو تشویق کرد که مثلا بیا با هم کار کنیم، فیلم نامه بنویسیم، فیلم کوتاه بسازیم، و کم کم اون کشید من رو بیشتر به مسیر نوشتن برای فیلم و فیلمسازی. و مهمتر از همه این که به لطف آشنایی با مرتضی و با در واقع کانکشنی که اون داشت با ورکشاپ، به ورکشاپ های آقای کیارستمی رفتم که خب اون واقعا یه تغییر همه چیز بود. یعنی در واقع تو مسیرت به ورکشاپ در واقع منتهی شد، نه اینکه مثلا از فضای دانشگاه دل زده باشی مثلا فکر کنی اینجا اون چیزی که من میخوام به هم نمیده و مثلا باید برم یه جای خارج از دانشگاه پیدا بکنم اون چیزی رو که میخوام. تا جایی که یادم میاد آره درسته، چون من حتی تا سالای آخر دانشگاه یه کلاسایی بود که حقیقتا دوست داشتم، مثلا یه استادی داشتیم آقای کامران سپهران، واقعا تا امروز روز یکی از بهترین استادایی بود که داشتم باش، مثلا ادب، تا جایی که یادم داستان نویسی و ادبیات داستانی بود.
و مثلا یه عالم رمانا و کتابایی که اون نمیشناختم و خیلی مفید و خوب بود شناختنش معرفی کرد توی کلاسش. بعد یه استاد دیگه داشتیم هنوز باش در تماسم، اتفاقا بیشتر وقتم توی آمریکا زندگی میکنه، آقای محسن یگانه که استاد جامعه شناسی بود و واقعا کلاس بی‌نظیری داشت. مثلا چند آمارکورد فلینی بود، نیور آن ساندیز، یه عالم فیلم های جالب بود که میدیدیم و تحلیل جامعه شناسی درست حسابی از اون فیلم ها بود. یعنی منظورم این که نه تا جایی که یادم میاد نه واقعا خیلی زده نشدم، تا آخر دانشگاه هم کلاس های خوب بود. مثلا من رشتم فیلم نام نویسی بود و ما همیشه کلاس های ادبی مثلا ادبیات نمایشی با آقای علیزاد داشتیم، فیلم نام نویسی. تا جایی که یادم میاد یه دوره آقای توحیدی بود، بعد آقای راستین که شادمهر یادم نیست اون موقع تو خود دانشگاه بودیم ولی با اون خیلی از نزدیک میشناختم و با هم حتی کار میکردیم. و خلاصه نه، فضای برای من این نبود که بگم رفتم ورکشاپ که آزاد شم از دانشگاه. خب اگه موافقی بریم سراغ ورکشاپ. آره، پس تو به میانجی مرتضی وارد فضای ورکشاپ های آقای کیارستمی شدین و ببین، خب ورکشاپ های آقای کیارستمی خیلی جالبن به خاطر اینکه مثلا تو همین گفتگوهای خود ما توی همین چند قسمت، مثلا علیار تجربه ورکشاپ های آقای کیارستمی رو داشته، خود مرتضی که خودت هم همینطور که داری میگی، و خیلی از فیلمسازای امروز یا حتی آرتیستای امروز ما تجربه این که حضور داشته باشن تو ورکشاپ های آقای کیارستمی رو داشتن و از این جهت اون جمعی هم که اونجا شکل میگرفته خودش خیلی جالب بوده. حالا دلم میخواد که الان که مثلا زمان گذشته و تو خودت هم الان داری کار تدریس انجام میدی و بعد از این همسال که فیلم کوتاه ساختی، فیلم بلند خودتو ساختی، اگه الان بخوای برگردی به اون موقع و فضای ورکشاپ های آقای کیارستمی رو توصیف بکنی و کارهایی که اون اونجا میکرد و اتفاقایی که میافتاد، و جالبه که یکم واسمون بگی. حتما و بازم میگم تا جایی که یادم میاد واقعا خیلی چیزا یادم رفته، چون من چند دوره، حداقل یکی دو دوره بود یا دوره های طولانی بود که لواسان میرفتیم. یه دوره قبلش بود که دوره فرش بود بکنم توی کاخ سعدآباد، اونو من نبودم هنوز، از دوره لواسان بود. و بعدم یه دوره هم یه سفر کوتاهی با هم ارمنستان رفتیم که اون خیلی خاطره شیرینی تو ذهنم به عنوان یه مثلا ورکشاپ کوچولو کوتاه مدت. چیزی که یادم یکی اینی که فضای ورکشاپ خیلی نزدیکتر بود به فضای بعدم مدرسه شیکاگو آرت اسکول که برای فوق لیسانس هم رفتم، از این نظر که به قول مثلا انگلیسی زبان ها کریتیک بیست بود. یعنی اینی که حالا همون چیزی که ما ورکشاپ میذاریم واقعا اسمشو بعدن توی آرت اینستیتو شیکاگو ما اسمشو کریتیک میذاشتیم، یه کار نشون میدادی، معمولا یه تعداد استاد بودن، یه تعداد دانشجو و راجبش حرف میزدن و هیچ قانون اونطوری نبود که مثلا بر اساس چه تئوری، بر اساس چه درسی باید حرف بزنیم، واقعا فقط انتقاد سازنده بود. و ورکشاپ هم در بهترین حالتش انتقاد سازنده بود، خیلی وقتا انتقاد کوبنده بود از طرف خود آقای کیارستمی هم لزومن نه، ولی نمیم. چیزی که یادم میاد اینه که بعضی وقتا آدم مثلا انگار یه فیلمش کلن رونده میشد و گاهی وقتا یه هوی فیلم میرفت بالا، مثلا که تامز آب تامز داون بود بعضی وقتا. یعنی شما مرتب فیلم میساختین و این یعنی بر مبنای فیلم ها شما صحبت میکردین؟ درسته. و تا جایی که من یادمه فضاش مثل یه سالن کوچولوی تئاتر بود مثلا توی یا سالن کوچولوی سینما بود توی لواسان و هر دوره یه تعدادی آدم فیلم می آوردن و سبک آدم رو فرق میکرد. بعضی ها بودن که مثلا فیلم های یه پلانه خیلی ساده می ساختن، بعضی ها بودن مثل من و مرتضی که شاید مثلا وقت میذاشتیم تو اون دورهی که با هم کار میکردیم فیلم نامه می نوشتیم، بازیگردم لوکیشن سفر برای ساختش اینا، واسه همین مثلا هر جلسه نشون نمیدادیم. یه فیلمی بود که یه مدت کار میکردیم و بعد میآوردیم نشون میدادیم، مثلا یه آره مثلا همون فیلم باد هر جا بخواد میوزد که بعدن پایه سوگ بود در واقع، اونم تو اون دوره ورکشاپ بود. داره و فضایی که تو ذهنمه، من چیزی که یادم این که خیلی مثلا نظر از آدم ها بود، شاگردهایی که اونجا بودن و آقای راستین معمولا بود،
که با آقای کیارستمی می اومد اون دوره‌ای که بودم و خانم نگار ببخشین اسکندرفر مذرم خواهره چون من یه قاطی میکنم اسمو نگار اسکندرفرم بود که چقدر آدم نازنین بود و به منم خیلی با منم خیلی مهربون و ساپورتیو بود ولی به هر حال اونا مثلا ممکن بود نظرهایی بدن و یه جورایی چیزی که آدمه باز میگم ممکنه این ساخته ذهنم باشه این بود که مثلا حرف آخر آقای کیارستمی بود و خب آقای کیارستمی برای من یه نقشی رو بازی کرد که واقعا من تا عمر دارم مدیون این آدم خواهم بود و حالا میتونم بیشتر راجع بهش حرف بزنم ولی حس میکنم وقتی یه آدمی با اون سبک شخصی با اون لول مثلا فرهنگی هنری که داره توی کل دنیا یه حرفی میزنه از مثلا خیلی میتونه تأثیرش زیاد باشه و یه زبان خیلی خاصی داشت آقای کیارستمی در مورد سینما و یه وقتای آدمایی که میخواستن شاید با یه چیز خیلی متفاوت تر اکسپریمنت کنن انگار خیلی مضطرب بودن جلوش که مثلا نکنه این مثلا کیارستمی نباشه و تایید نشه توسط کیارستمی منتها من چیزی که بهترین خاطرهایی که از آقای کیارستمی یادمه این بود که یه وقتای خیلی زیادی از جمله در مورد فیلم خودم بچه وقتی بچه بود سورپرایز می شدم از واکنشش به فیلم ها یعنی با وجود اینکه انگار یک زبان و یک قوانین خاصی توی سینمای خودش بود یک شور باز بودن خاصی هم داشت که اگه یک شور نمیدونم اسمشو چی بذارم حقیقت واقعیت توی یه فیلمی پیدا می کرد حتی اگه از سبک سینمای خودش هم دور بود پذیراش بود حس من اینه. آها یعنی مثلا تو خودت فکر میکردی شاید این فیلم تو یا این فیلم نامه تو از اون جهانی که خود آقای کیارستمی توش فیلم میسازه و اون جهان رو دوست داره دوره ولی یه واکنش متفاوت دیدی. دقیقا حالا داستانای فیلمایی که با مرتضی کار کردیم یکم متفاوته منتها مثلا نمونهی که به ذهنم میاد به طور خاص فیلم بچه وقتی بچه بوده که اتفاقا مرتضی همه دوستای اون دورم تو جریانش بودم من واقعا علاقه‌مند کاساوتیس بودم جان کاساوتیس فیلمساز آمریکایی و خیلی مثلا تو ذهنم بود چطور بچه وقتی بچه بودم میخوام بسازم و یه همکاری خوبی هم بود با حمید احمدی فیلم بردار اون فیلم و بعد مثلا از ایده این که حالا یه تیک باشه و لانگ تیک باشه رفت به سمت این که نه بیشتر کاساوتیسی باشه نمیدونم پلان خیلی نزدیک باشه و خب آقای کیارستمی توی زبان سینماییش این که هی کلوز آپ و دوربین رو دست به هم کات بخوره انگار کفر. آره اصلا تختی اون شکلی تو فیلمای خودش نیست و با این وجود مثلا آخرین نمایشی که از بچه وقتی بچه بود قبل از رفتنم از ایران داشتم که آقای کیارستمی دی واقعا خیلی مشوقش بود و خیلی براش جالب بود دیدن اون فیلم. یادم نمیاد اولین بار کجا نشونش دادم، ورکشاپ بود یا جای دیگه بود، یکم از خاطرم رفته ولی کاملا حامیش بود. و خلاصه چیزی که یادم میاد اینیه که یه تعداد زیادی فیلم توی ورکشاپ بود که مثلا لانگ تیک بود مثلا همه سعی میکنن سبک و سیاق کیارستمی باشه و چیز بعدی هم نیست. مثلا دوره رنسانس تو اگه میرفتی مثلا ورکشاپ یک استادی مثلا چه هم ورکشاپ های این اسمشون چی بود این رنسانس های شمالی یادم رفت ولی مثلا همه کارهایی که تو ورکشاپ شبیه کار استاد حتی گاهی وقتا استاد امضاش میکنه و مثلا به نظرم جای کار خودش دقیقا و به نظرم لزومن این تقلید چیز بدی نیست، با آدم خیلی چیز میتونه یاد بده که چطور یه آرتیستی انقدر تونسته یه زبان شخصی درست و حسابی بسازه. واقعا کیارستمی انگار سینما رو برای خودش ریینونت یا اختراع مجدد کرد و این جالب بود. ولی یه سقفی هم میتونه بذاره روی پیدا کردن صدای واقعی هر هنرمندی اگر که بخوای مدام فقط پذیرش به سبک کیارستمی معیاره تنها معیارت باشه. و من برای خودم به طور شخص مثلا بچه وقتی بچه بود یکم شکستن اون بود، رفتم به سمت این بود که مثلا اون سبکی که میخوام و دنبال کنم، اون چیزی که فکر میکنم به صدای شخصی خودم نزدیک تر باشه. حالا یکم دور شدم خیلی هم ببخشید جواب سوالتو درست ندادم که چی یادم از ورکشاپ. خب توی این حرفات اینو در واقع اگه درست دارم میگم حالا توی این قسمت حرفات
این مهم بود که پس شما بر مبنای فیلم ساختن حرف میزنید، یعنی بچه‌ها باید حتما فیلم میساختن. حالا ممکنه یکی مثلا هر جلسه یه چیزی بیاره، ولی یکی مثلا چند جلسه مشغول ساختن فیلم باشه. دقیقاً. و تعداد زیادی آدم بودن که آرتیست بودن، مثلا نقاش بودن. مثلا خب خود پویا که ما رو معرفی کرد به هم، واقعا خیلی آدم چند هنره، اینتردیسیپلینری بود، کارهای مختلف میکرد همیشه، و اونم برای من خیلی مهم بود و واقعا شبیه به همون مدرسه هنری شیکاگو بود که رفتم، که فیلم به مثابه هنر بود. مثلا توی دانشگاه یکم بیشتر فیلم به مثابه صنعت فیلم، و مثلا حالا درست هنر هفتمه، ولی خیلی یکم مینستریم تر بود آموزشش و ساختش. ولی توی ورکشاپ بیشتر این بود که ما همه آرتیستیم و یه فرم ویژوال آرت، و اونم خیلی فضای خوب جذابی بود برام. و شعر خیلی مهم بود. خب خدا آقای کیارستمی هم شعر خیلی دوست داشت. من بهترین خاطرهایی که دارم از خود ورکشاپ نیست، یکم از حواشیشه. مثلا اگه پیش می اومد یه سفر جاده‌ای با آقای کیارستمی برم با یکی دو نفر دیگه، مثلا یکی از شیرین‌ترین خاطرهایی که دارم این بود که با هم ساعت‌ها مشاعره کردیم، چون منم شعر زیادی حفظ بودم، اونم عاشق شعر بود و مثلا بازی کلامی، خیلی آدم بازیگوش و شعر دوست، و مثلا واقعا زمان خوبی بود باهاش. و یه چیز دیگه هم این که من مثلا یه وقتای خیلی نزدیک، خب به خاطر همون مرتضی اون گروهی که بودیم نزدیک بودیم، ولی خب من حالا نزدیک ترین آدم نبودم هیچ وقت، ولی به خاطر مثلا یه وقتای پروژه‌های بچه‌ها که زمان می‌گذروندم، مثلا تا جایی که آدم یا یکی دو بار شده بود که بشینیم پای میز تدوین و آقای کیارستمی بیاد نظری بده، و یه سری حرفایی که میزد پای میز تدوین تا امروز با منه. واقعا مثلا این پشت که من ادیت میکنم هر ازگاهی یه سری استیکر کوچیک روی مانیتور معلوم نیست تیر است اینجا الان، و مثلا یه وقتایی به هم میگفت آره یه تیکه چسب بذار که مثلا حرکت این پلان از کجا تموم میشه که مثلا پلان بعدی حرکتش از اونجا شروع بشه. مثلا یه سیستم چسب گذاری داشتیم برای دنبال کردن حرکت و برای مچکات خوب در آوردن، و بیشتر برای حس تداوم زمان که خب توی فیلمای خودش هم خیلی مهم بود. خب این دیگه خیلی جالبه، یعنی این که این فرصت باشه که حالا علاوه بر مثلا بودن توی کلاس، خب سفر، اون منش، دیدن منش یه آرتیست توی این اسکیل از نزدیک، و بعد مثلا پای میز مونتاژ نشستن، اینا هر کدومش میتونه کلی چیز با آدم یاد بده. که حالا به قول تو مثلا تو توی فیلم اولت میخواستی یه سری از این قوانین رو شاید بشکنی، یا به سبک خودت، یا با اون در واقع سلیقه سینمایی خودت فیلمت رو بسازی، ولی اینا انگار میره یه جایی اون پس و پشت، و بعد هی به یاد آدم میاد یه جاهایی که باید به یاد آدم بیاد. دقیقاً خیلی آره، و کاملاً یعنی بیش از هر چی جان ببخشیم موافقی که یکم مثلا اینجا توی اینجایی که هستیم، قبل از این که بخوایم بریم سراغ اولین فیلم کوتاه تو و یا شاید سوگ، یکم مثلا بهمون بگی که توی اون سالها، یعنی توی همین سالهایی که داری ازشون صحبت میکنی، از کاساویتی صحبت کردی، ولی مثلا یکم راجع به سلیقه سینماییت بگی، چون تو همونطور که گفتی مثلا قبل از دانشگاه شاید سلیقه سینمایی ویژه‌ای نداشتی، و تو با شروع دانشگاه انگار شروع کردی یه جوری متفاوت فیلم دیدن و فهمیدن این که خب به کیا علاقه داری. بد نیست یکم بهمون بگی چه سلیقه سینمایی، چه توی سلیقه هنری، چه مثلا شعرها یا رمانایی که اون موقع دوست داشتی بخونی، و شاید این بد نباشه برای اینکه بریم سراغ اینکه خب حالا خودت وقتی شروع میکنی به فیلم ساختن داره از کجاها میاد منشأش. آره درست می. من مثلا سال پیش دانشگاهی که تازه شروع کردم یکم فیلم جدی دیدن، چند تا فیلم یادم میاد، یکی که شاید مهمترین فیلم از الان اینو میگم، اون موقع نمیگفتم، واقعا مهمترین فیلم از تاریخ سینمای ایران که دوست دارم هم حالا شاید بعدن بیشتر راجعش حرف بزنیم اگه رسید، خانه سیاه هست فروغه. یعنی خب اونو خیلی وقت پیش دیدم، یادم فکر کنم دبیرستان یا اولین بار شاید پیش دانشگاهی دیدم، و
اصلا کلن تازگی ها دو ماه پیش دوباره بعد از چند سال دیدمش و واقعا فکرم وای این چه تأثیری رو من داشته تو زندگیم. کجا دیدی تو اولین بار فیلمو؟ چون اون موقع نسخه خیلی درب و داغونی، نسخه بعدی بود و یادمه ما یه سی دی توی خونه داشتیم که من از یه جا گرفته بودم و نسخه ترمیم شده ای که الان مثلا توی کرایتریون و اینا هست نبود، یه نسخه واقعا کیفیت پایین بود. خیلی نسخه بدی بود و صدای وحشتناکی داشت و اصلا این دیتیلایی که الان تو باند صوتیش هم هست اون موقع اصلا ما نمیشنیدیم. دقیقا مثلا اون جایی هست که یارو میگه شنبه یک شنبه اسم روزا مثلا اون حتی من یادم چندین بار مثلا بابای من خیلی اون فیلمو دوست داشت با هم هی همون کیفیت بدر میدیدیم چندین بار دیدم تا دکود کنم که مثلا کجا چی داره میگه. ولی با این وجود خب خیلی فرق داره الان کیفیتش، ولی با این وجود یادم اون موقع خیلی شاعرانگیش این که تأثیر عاطفیشو گذاشته بوده روی تو خیلی خیلی و تأثیر شاعرانشو و این که واقعا این که آدم با سینما چیکار میتونه بکنه، یه جورایی انگار یه فیلم اصلا علمی آموزشیه در یه حدی که اون صدایی میاد که جزام اینه اونه و در این حال و خب واقع نگاری داستان زندگی این هاست، ولی اون حس وانهادگی و رونده شدن و تنها بودن و اون صبر برای چی؟ ولی اون صبری که اون آدم های بدبخت اونجا دارن میکشن با ارجاعاتش به متون مذهبی، دقیقا به مزامیر داوود، به کتاب ایوب، حتی دعاهای اسلامی که خودمونم میشناختیم، همه اینا. و این بار که دیدمش دو ماه پیش فکرم اون بلوغ ذهنی رو داشتم، تازه اون ارجاعات همه چی رو بتونم بفهمم. ولی خلاصه هنوز میگم یکی از اولین فیلم های هنری بود که دیدم که واقعا مثلا تو ذهنم تأثیر گذاشت. و یادم فیلم قبل از اینی که من آقای کیارستمی اصلا بشناسم، فیلم باد ما رو خواهد برد بود و طعم گیلاس بود که دیده بودم، اونم خیلی تو ذهنم تأثیر گذاشته بود. تنها فیلمساز ایرانی که من اینو میتونم بگم قبل از این که برم هنر بخونم و اینه تو زندگیم تأثیر عظیمی گذاشت، خب مهرجویی بود. مثلا مهرجویی رو پری و هامون و بانو و همه اینا رو مثلا من با خواهر میشستیم 20 بار میدیدیم هر کدوم، شاید مثلا هر سال. واسه همین اونم تأثیر مهمی بود و اینکه چقدر به ادبیات و فلسفه علاقه من داشت مهرجویی، اونم تأثیر خیلی مهمی بود. و یادم قبل از این برم دانشگاه شروع کردم فیلم های برگمان هم یکم نگاه میکردم، مثلا مهر هفتم بود، توت فرنگی های وحشی بود. به لطف همین واسه کنکور درس خوندن شروع کردم مثلا فیلم های مهم رو نگاه کردن. و یهو توی فاز آمریکاییش هم من چارلی کافمن و اسپایک جونز رو خیلی از همون اولش دوست داشتم، مثلا با اینکه خیلی فاز متفاوتیه ولی همه کارهای کافمن رو دنبال میکردم و اینا. و خلاصه این کارهای اولیه سینمایی که به ذهنم میاد خیلی دوست داشتم. بعد توی دوره دانشگاه خب یه خوبی دوستی با مرتضی و گروهی که بودیم این بود که مرتضی سینفیل بود، یعنی واقعا انقدر فیلم و کارگردان و همه اینا میشناخت که مثلا خیلی چیزو میز میدیدیم. من هیچ وقت اندازه اون نبودم که مثلا همه چی رو ببینم، واقعا سینمای دنیا و سینمای روز و این همه رو خوب بشناسم. بیشتر آروم آروم حتی بعد از رفتنم از ایران به این سمت رفتم که مثلا یه فیلم سازو خیلی خوب بشناسم، میدونی. آها، ولی اون موقع به جای گزینشی فیلم دیدن از همه رنگ میدیدیم. میدیدیم از همه رنگ. و فیلم سازایی که من اون موقع خیلی دوست داشتم، یکی توی فیلم سازای فرانسوی من شابرول رو خیلی دوست داشتم، کلود شابرول، مثلا خیلی فیلمای اون رو اون موقع میدیدم. بعد خیلی مثلا هانکه بود که خب برای همه ما خیلی فیلمساز مهمی بود اون دوره، از پویا بگیر تا من تا همه هم بود. مثلا راجع به هانکه حرف میزنیم، دومونت بود فیلمساز فرانسوی. بعد اون دوره اشنابل، جولیان اشنابل فیلم کلاه قباسی و پروانه رو ساخت، اون واقعا برای خیلی فیلم مهمی بود. اصلا تازگی ها باز چند ماه پیش داشتم مرور میکرم علاقه های گذشتم و هنوز که هنوز قدرت داشت فیلمش خیلی برام. و آره دارم یعنی از اون جمع فیلم بینی که با هم فیلم میدیدین و از همه رنگ میدیدین، یهو میتونست یه سری فیلمساز از توش در بیاد که تو احساس کنی نسبت بهشون خب قرابت بیشتری داری. کاملا دقیقا خیلی این توصیف درستیه. و الان که نگاه میکنم بیشتر فیلمسازایی بودن که شاید فیلمسازای آرت هاوس یا مثلا فیلمسازایی حتی باشن که خیلی به شکلهای مختلف دیگه هنرم علاقه مندن. مثلا من قبل از اومدنم توی ایران فیلم
فیلم های آپی چات پونگ براسه تا کول در اومد و یادم اون موقع چقدر بحث داشتیم، یه عده دوستان بگفتن این مزخرفه، یه عده دوست داشتن، اینقدر جنگ و دعوا داشتیم. و یادم هنوز که هنوز این اخیرا هم با پویا حرف میزدیم چقدر راجبه که چقدر فیلم آخرش رو دوست داریم حرف زدیم و اینا، و برام خیلی فیلمساز جالبی بود، نمیفهمیدم درست، ولی میدونستم من دوست دارم همچین فیلمسازی باشم. یا یه فیلمساز دیگه مارتل بود، لوکرشیا مارتل، که فیلم زن بی سر و مرداب سیناگار ساخته. و آره اینا چیزایی که یادم میاد. و یه بخش زیادی هم همچنان ادبیات بود، من همیشه سلینجر خیلی دوست داشتم، مثلا به طور انگار کتاب مقدس بود برام سلینجر، از راهنمای دبیرستان تا دانشگاه سلینجر، مخصوص داستانهای کوتاهش رو خیلی دوست داشتم. بعد توی دوره دانشگاه مثلا داستان کوتاه آلیس مونرو بود، جون پالاهیری بود، دارم سم کم یادم بیاد، زیاد بود، زیاد میخوندیم و راجعه کتاب های زیادی حرف میزدیم اون موقع. یادمه اون دوره ها خرس های پاندای ماتی ویسنیک اون نمایشنامه در اومد، خیلی تئاترش هم آخه خیلی اون موقع پرطرفدار بود و اجراهای خیلی جالبی داشت. آره خیلی. و من یادم قبل اومدنم کلا فضای تئاتر هم خیلی مهم بود دیگه توی ذهنیت ماها، حداقل برای من. مثلا آقای کوهستانی فکر کنم اون موقع هنوز کار زیاد میگه، کارهای کوهستانی توی ذهنم خیلی تأثیر داشت. فضای جالبی بود و یه جورایی من وقتی که از ایران رفتم میدونستم یه چیزی رو دارم پشت سرم میذارم که هیچ وقت دوباره تکرار نخواهد شد. آره راست میگی، اون سالای دهه 80 دیگه سالایی بود که خب به خاطر تغییرات فرهنگی و سیاسی و اینا، خب تئاتر ما خیلی شکل ویژه‌ای پیدا کرده بود و یه اوج عجیب غریبی رو تجربه میکرد. آدم ها خیلی خلاق بودن، خیلی کار میکردن، گروه ها خیلی با یه ایمان و انرژی و یه چیزی که مثلا با تمام بدنشون هم توی کار میذاشتن و خیلی تئاترای جالبی اون موقع میدیدیم، که راست میگه خرسای پاندام یکی از اونا بود و کارهای آقای کوهستانی هم همینطور خیلی تاثیرگذار بود. خیلی. و یادم اون دوره ای بود که من دانشگاه بودم، فکر کنم که چیز در اومد یا شب قبلش بود که یادم رفت اسمشو، در انتظار گودو رو یکی اون موقع ساخته بود که بعدم داستان ددالوس و ایکاروس رو ساخت. آره، فکر کنم همایون غنی‌زاده. همایون غنی‌زاده. آره. بود. آره. آره. بعد آره. کارهای غنی‌زاده بود و ما بعد آره اون ددالوس و ایکاروس خیلی ویژه بود، اون طراحی صحنه، خیلی طراحی صحنه. آره فیزیک بازیگره که انقدر با کار یکی شده بود، خیلی برای منم یادمه. و مثلا اون شکل تبلیغات، اون فضای تئاتر، اینو با دوچرخه میچرخیدن و آره دقیقا. خیلی فضای جالبی بود. خیلی پس خیلی. تو از این فضاها و با این یه همچین اتمسفری حالا میخواین تصمیم بگیری که فیلم کوتاه بسازی. سوگ قبل از فیلم کوتاه خودت پیش اومد یا بعدش بود؟ چجوری بود؟ یعنی اینکه شما تصمیم گرفتین برین سمت فیلم بلند ساختن؟ سوال خیلی خوبیه. من واقعا تایملاینش یکم تو ذهنم خاکستری شد، یادم رفت. مهم نیست، ولی حالا برای اینکه مثلا توی روند بحثمون دقیقاً کلی چیزی که یادم اینه که من و خب مرتضی یه فیلم کوتاه به اسم فلس که با هم ساختیم، بعد یه فیلم کوتاه بادما رو خواهد برد بود که بیس داستان که ایده مرتضی بود در مورد اون سفر جاده‌ای و همه داستانی که می‌دونیم. و بعد مرتضی فکر کنم آقای کیارستمی هم خب فیلمو که دید خیلی تشویق کرد که این میتونه تبدیل به فیلم بلند اول مرتضی بشه، بعد تصمیم گرفتیم با هم فیلمنامه رو بنویسیم و اینا. و اون که داشت اتفاق میافتاد همون دوره ها من بچه بودم ساختم، منتها تا جایی که یادم تدوینش رو یکم عقب انداختم چون یک همزمانی داشت با پروسه تولید و ساخت سوگ، بر همینه که این دوتا فیلم تقریبا همزمان کامل شدن. یعنی بچه بود و من ادیتش رو قبل از اینکه سال 2011 از ایران برم تموم کردم، چند ماه قبلش، یادم نیست چند ماه، ولی خیلی مثلا یه سال قبلش نبود، یکم قبلترش بود. و بعد سویم که 2011 تموم شد و نشون داده شد،
بر همین بود. ولی یادم من بچه وقتی بچه بود که ساختم یه دوره تدوینش رو به تعویق انداختم. یکم راستش میترسیدم که مثلا وای نکنه چیز مزخرفی ساختم، مثلا ولش کن تدوین نمی کنم و اینا. و بیشتر این بود که خب من مرتضی همکاری داشتیم و بعد من این فکر اینو داشتم که فیلم کوتاه خودم رو بسازم مستقلا، و در این حال هم خب دوست داشتم هنوز که توی جریان سوک همکاری داشته باشم و تو اون پروژه هم باشم، و همه اینا یه جورایی کل اینا توی دو سال آخری که من بودم با هم اتفاق افتاد. احساسی که دارم میکنم اینه که خب مثلا شما خیلی جوون بودین، یعنی همزمان که داشتین سینما رو مشق میکردین زندگی هم میکردین، و این در هم آمیختگیه به خاطر اینکه خیلی زود با فیلمسازی درگیر شدین و از اونان و از اونایی نبودین که مثلا توی مثلا سنین بعد از 30 سالگی و اینا تازه بیان و شروع بکنن به کشف کردن خودشون و مثلا یه تجربه زیستهی حالا پشت سر خودشون داشته باشن. شما خیلی این زندگی و سینماه آمیخته شده بوده به هم. این جالبه، یعنی جوونیتون و اصل جوونیتون رو توی سینما گذاشتین و سپری کردین. کاملا خیلی جالبه و مزایا و معایب خودش هم داره این که آدم انقدر زود بپره توی این همه پروژه‌ای که من توش توی ایران درگیر بودم. مسلماً بی اندازه قدردانشم، ولی یه وقتایی هم فکر میکنم که مثلا اون مدل پختگی که یکی مثل آقای کیارستمی یا اگه از فیلمسازهای دیگه مثلا برسون که دیرتر شروع کرد آدم داشته باشه و بره تو سینما، خب میوهشم متفاوت خواهد بود. منتها آره دقیقا ما خیلی تجربه زندگی آمیخته بود به فیلم، و تقریبا برای جفت ما و بیشتر گروه دوستایی که دور و برمون بودن مثل یه جور میشن بود، یک مأموریتی بود که ما مدام در حال یا فیلم دیدن بودیم یا فیلم ساختن بودیم. فضای اینی که حالا آدم لم بده و هی حرف بزن و اینا هم بود به اندازه کافی. من اون موقعی که فکر میکنم به روزگار موقع فکر میکنم انگار هر روز مثلا 60 ساعت بود. الان تو زندگی من بیدار میشم تو الان بیام مثلا این مصاحبه رو بکنم، 4 تا کار دانشگاه بکنم، شب شده تموم شده، انگار روزا مثلا 7 ساعته. اون موقع مثلا روزا خیلی خب طولانی بود. ویژگی جوونیه، اون جوونی باعث میشه زمان کشدار بشه، یعنی تو لحظه داره خیلی. زود میگذره ها، ولی وقتی از ولی وقتی دستاوردش رو نگاه میکنی احساس میکنی خب خیلی طولانی بوده. دقیقا. و بعد توی کار سوگ هم واقعا این که میگی که آمیختگی و زندگی خیلی درسته، یعنی واقعا یه کاری بود که ما یادم نمیاد درست چقدر گذشت برای فیلمنامه، دوره قابل توجهی بود چون مثلا چندین ورژن نوشتیم، یک عالمه با مرتضی روی کاراکترهای اینا کار کردیم، با آقای راستین کار کردیم روی فیلمنامه، یه دوره زمان خوبی شو طول کشید دیگه، یه زمان زیادی رو می برد. و در این حال هم خود پروسه کستینگ، بازیگرا رو انتخاب کردن، سفرهای جاده‌ای برای مثلا ماکت گرفتن، یه دوره طولانی. و واقعا من خیلی چیز از سینما یاد گرفتم، شاید خیلی جزئیاتش رو یادم رفته باشه، ولی فکر میکنم این پروسه که چقدر آدم همه چیزش رو میذاره که مثلا همه اون فیلم به درست در این شکلش در بیاد، به طرز سنگینی توی سوگ یاد گرفتم. یه جورایی سوگ مثل یه دانشگاه من بود، چون یادم یه سالم دانشگاه هم عقب انداختم برای شرکت توی سوگ، مثل یه سال وقفه بود یا همچین چیزی بود، و واقعا یه بخش مهم آموزش دانشگاهی من اصلا درگیری با اون فیلم بود. آنایتا سوگ پروژه‌ای بود که در نهایت انگار که به هدف خورد، یعنی کاری که شما میخواستین بکنین رو انجام دادین و فیلم تونست که اقبال جشنواره‌ای خوبی هم داشته باشه. و خب برای شما ها که فیلمسازه خیلی جوونی بودین و برای تو که یکی از اعضای مهم گروه بودی، احتمالاً یه دستاوردهایی داشته، یه چیزایی همراه کرده با تو. به نظر خودت تجربه موفقیت توی اون سن و سال چجوری بود؟ ببین یه چیزش این بود که من نبودم، حضور نداشتم توی اون موفقیت، از دور می دیدم و خب مسلما مشارکت داشتم توی فیلم و خیلی خوشحال بودم از موفقیتش، ولی خیلی توی جریان اکرانا و دیده شدن فیلم نبودم. و اتفاقا خوبم بود از دور حالا دنبال می کردم و بیشتر روی خود پروسه فیلمسازی که داشتیم فکر که می کردم.
برای من این دو بخشی که هی به ذهنم زیاد میاد، یکی اون دوره فیلمبرداری بود که واقعا دوره شدید، یعنی کار شدید، سفر همش، مثلا شرایط سخت و خیلی دوره فیلمسازی چریکی، کاملا فیلمسازی چریکی، یعنی مثلا توی یه مسافرخونه خیلی کنار یه روستایی اون کنار بمونیم، نمیدونم هر روز بریم کنار جاده اینور اونور. و بعد یه بخش دومش که مربوط هم هست که برای من خیلی مهمه، کار با دو بازیگر ناشنوامون بود، چون که من خیلی سعی کردم زبانشون رو یاد بگیرم و تا جایی که یاد گرفتم یه زبان ساین بین المللی هست، زبان ساین ایرانی داریم و بعدم هر زوجی بین خودشون یه سری ساین ها و نشانه های خودشون رو دارن. و یه بخش جالب کار برای من تمرین با اینا شد، به خاطر اینکه اتفاقا خیلی طبق فیلمنامه ما پیش رفتیم و از پسرشون کمک میگرفتم، زمان میگذروندم باهاشون که در واقع اون موقع نسبتا خوب یاد گرفته بودم در حدی که بتونم کامیونیکیت کنم باهاشون. و اون بخشش خیلی بخش جذابی بود، به خاطر اینکه یکی کار با بازیگر ناشنوا بود که زبان ارتباطیش متفاوته با من، و یکی کار با اون بچه بود که خب اونم به نوع خودش یک زبان ارتباطی متفاوتی داره. و از نظر بازیگردانی و اون بخشش که منم تونستم سهیم باشم توش، واقعا تجربه بی نظیری بود. ولی تو اینجا اولین باریه که البته میگی قبلش تجربه کار کردن با بچه ها رو توی فیلم کوتاه خودت داشتی؟ آره قبلش یا همون دوره ها بود، فکر کنم فیلم برداریش قبلش بود و بعد اتمام فیلم بعدش بود. اون اولین مثلا حافظه درست حسابیه که، و بعدم خب به هر حال مرتضی کارگردان بود، خیلی از بخش کارگردانی و کار با بازیگر از نظر احساساتشون با اون بود. من مثلا یه واسط بودم خیلی، یا مثلا کمک میکردم به بخشای مختلفش. ولی خب توی بچه، وقتی بچه بود اولین بار بود که مثلا خودم بودم اون بچه ها. یادم آقای کیارستمی که فیلمو دیده بود، منم موقع سنم کم بود، میگفت آنایتا اگه خودشم روزانوش میرفت بین اینا میتونست یکی از بازیگرا باشه بین اینا. و قشم همین کارو میکردم، روزانون با اینا یک عالمه بازی میکردیم، حداقل چند بار جمع شدیم به عنوان ریهرسال یا تمرین که در بیاریم این بخشا رو، و هی با هم خاله بازی میکردیم ساعت ها به عنوان تمرین که بتونیم در واقع روابط رو در بیاریم قبل فیلم برداری. اون اولین بار که خیلی جدی با بازیگرای بچه نشستم کار کردم. خب این فیلم تو توی ویمو فکر کنم در دسترس، درسته؟ بچه وقتی درسته. آره. خب و من پیشنهاد کنم اگر کسی فیلمو ندیده حتما بره سراغش و فیلمو ببینه، چون یه فیلم کوتاه به نظرم خیلی نمونه‌ایه، یعنی خیلی جالبه اینکه تو یه موقعیت رو انتخاب میکنی، یه شخصیت محوری داری و تمرکز میکنی و فیلمت رو توی یک در واقع زمان محدود از نظر گذر زمان توی فیلم میسازی و با. به نظرم اینا یه چیزاییه که با تو موند. درست. و ولی نطفهش توی این فیلم انگار داره کاشته میشه، این وانمود کردن و اینکه بچه ها تصمیم میگیرن که یک بازی بزرگان رو انگار در واقع باز چی بهش میگن، مثلا انگار ادای اونا رو در بیارن یا نقش بزرگترها رو بازی بکنن با کاستومای اونا، با شکل و شمایل اونا، و بعد کم کم میره توی در واقع روابطی که اون بزرگترها با هم دارن و فیلم این شکلی داره یک اطلاعاتی به ما میده از آدمایی که تو فیلم نیستن. خب خودش از کجا میومد؟ ایدهش از کجا میومد؟ شهره جون، شهره جون کجا میری؟ پیش آقایون زشه، بیا با ما. نرگس جون میشه اون چاقو تیز کنتون رو لطفا بدی؟ اینجا این برنجو رو هم بزن. چرا هم بزن؟ بیا آب کش کنی. ای غذا درست کردن هم بلدی؟ بله اتماعا برای تاها ساندویچ درست کردن، خیارشو دوست نداشت، حسن هم خیارشوراش گذاشت. خب میتونه خیارشوراشو در بیاره. بعدم اینطوری که نمیشه، من هر وقت در جلوی خونه شما رد میشم میبینم تا یا داره ساندویچ میخوره یا پیتزا، نظر من برای بچه ضرر داره. حالا شوهرتون کاری به این نداریم که شما شوهرتون جدا شدین، ولی خب نمیشه که برای پسرتونم غذا درست نکنید. خب اگه نمیخواد درست کنید بیرون یه چلو کبابی، جوجه کبابی، خورشتی چیزی بگیرین، نمیشه که همش بچه‌تون قاش داره؟ قاش دوست داره؟ بله.
بهتر نیست براشون سوپ قرش درست کنیم تا پیزا اینا؟ مهران جون چی کار میکنی؟ نمک میکنی شور میشه مهران جون باشه الان برنجا رو میاریم این برنجا رو بدی من بدی بده من بهترین کباب میخوام من برنجا رو بکشم. من این کبابی شده واقعا این میشه به دنیا دیگه مثل بده کنیم من بسه حالا این که ایدهش از کجا اومد و واقعا خیلی دقیق یادم نیست که یه چیز باشه. مثلا میگم یکی که فیلمو دیده بود بعدن یادم نیست کسی مربوط به خانه سینما بود. بهم گفت آره خوب از اون فیلم کارلو ساورا چیز گرفتی. اسم فیلمش چی بود؟ کریا کوئروس بکنم که یه گروه بچه ها. و من گفتم من ندیدم اصلا این فیلمو واقعا هم ندیده بودم اون موقع واسه همین یه فیلم خاص نیست که بگم ایده داستانی یا حتی فیلم خاصی ایده داستان از اون اومده باشه. اینو گفتم که من سلینجر زیاد میخوندم. سلینجر توی داستان کوتاهش شخصیت های بچه خیلی تکون دهنده ای داره، موقعیت های خیلی جالبی داره. ممکنه یه بخشش از این باشه که بر من جالب بود خیلی داستانای اون، و خب یه بخشش هم مسلماً سایه آقای کیارستمی و کانون هست. من یادم حتی برای یه تحقیق مانندی که توی دانشگاه شروع شد توی ایران و بعد خارج از ایران هم ادامه دادم، مثلا راجع به این خیلی فکر میکردم و می‌نوشتم که چطور کاراکترهای بچه توی بعضی از فیلم‌های کانون به خصوص فیلم‌های دوره جنگ مثلا بزرگسالای مینیاتوری هستند. و جالبم هست یه وقتایی مثلا کاراکتر پدر، فکر کنم فیلم کلید آقای فروزشه که منو به این فکر انداخت که مثلا مامان سر کار یا بیرون نیست، بابای گویا یادم نیست درست یا جنگه یا کلن رفته درست یادم نیست، ولی مثلا اون کاراکتر بچه نقش نگهدار نوزادی هست که تو خونه است. و اینکه اینقدر از یه طرف فیلمای کانون به نظرم خیلی نچرالیستی و خیلی طبیعی هن، حتی مثل نورالیسم مثلا ایتالیایی و مدل نابازیگر و واقعیت و آدم واقعی فضای واقعی هن، از اون طرف خیلی موقعیت‌های استعاری و سمبولیک توشونه از این نظر که مثلا نقش این بچه چیه، چه جایگاهی تو جامعه داره، چی تو حضورش داره باستاب میده. من فکر کنم زیبایی بهترین فیلمای کانونی که همه این لایه‌ها رو داره، هم خیلی واقع گرایانه و طبیعت گرایانه است توی پرفورمانساش، هم خیلی مضمون الگوریکال مثلا همون تمثیلی داره. و من فکر میکنم که واقعا نه چیزی که خیلی خودآگاه و به شکل یک محقق تو ذهنم باشه، ولی پس ذهنم این تاثیر این سینما باید بوده باشه وقتی که بهش فکر میکنم، چون از یه طرف برام مهمترین چیز این بود که خیلی واقع گرایانه با، یعنی همه چی اداه ولی در این حال خود اداه باید واقعی باشه، یعنی انگار من دارم داکیومنت میکنم این ادا و بازی بچه ها رو یه جورایی. یعنی این چیزی نیستش که تو جایی مثلا خودت دیده باشی یا برخورد کرده باشی یا کسی واسه تعریف کرده باشه، از یه پروسس، از یک در واقع فرایندی میاد که تو با فکر کردن به همه اینها، یعنی به پیشینه کانون، سلینجر و اینها شروع کردی، یعنی ایده این شکلی شکل گرفت. تا جایی که یادم آره، و یادم حتی من این فیلم نامه نوشتم، این صحنه‌ای یادمه که با بچه ها نشسته بودیم، یکم سوال این بود که چی؟ مثلا آدم ها که میخوندن فیلم نامه رو میگفتن که چی؟ سوال که چی خیلی مهم بود، چون که انگار داستان پوینت خیلی دراماتیکی نداشت. ولی توی ذهن من از اون موقع تا الان مثلا چیزی که فکر میکنم اینه که بیشتر از مثلا بک استوری و درام و پلات پوینت و اینا، به خصوص برای فیلم کوتاه میتونه یه برشی باشه که من میدونم کافیه، اسکوپش کافیه برای ساختن یه فیلم. اینی که ما یه بچه رو ببینیم که آماده میشه میره این بازی رو میکنه و برمیگرده، به نظرم کافی بود مثل یه داستان کوتاه. حالا باید با جزئیات اینو در واقع پرورش میدادم و بهش بافت و جزئیات میدادم. ببین یه چیزی که توی فیلم تو جالبه، شاید بد نباشه اینم راجعش صحبت بکنیم، به خاطر که احتمال خیلی از بچه‌هایی که فیلم کوتاه می‌سازن یا دانشجوها یا هنرجوهای آموزشگاه‌های سینمایی ممکنه مخاطب ما باشن یا یه روزی بشنون اینو، اهمیت بازیگر نقش اصلی توه. یعنی
پیدا کردن پسری به اون زیبایی و ظرافت که لباس زنونه به تنش بشینه. و ببین بعضی فیلم ها هست توی کریر خود تو هم هست که با وجود اینکه بازیگرت نقشش رو داره خوب بازی میکنه، مثل مثلا آلما سینایی با اینکه خیلی خوب داره نقشش رو تو فیلم کوتاه تو بازی میکنه، آنچه که آن چیزهایی که باقی میمانن یا آنچه که باقی میمانن که تو چند سال بعد ساختی، ولی اون فیلم بدون اون بازیگر رو میشه تصور کرد، حداقل برای من این شکلیه. ولی مثلا فیلم بچه وقتی بچه میشود رو بدون اون بازیگر انگار نمیشه تصور کرد. یعنی احتمالا بخش مهمی از کار تو پیدا کردن اون بازیگر بوده، یا اهمیتش توی اون بازیگر تو چطور پیدا کردی؟ درسته، کاملا درسته. واقعا انتخاب تاها برای اون نقش بی‌نظیر بود. خیلی من مدیون سوگلم، تا جایی که یادم پیشنهاد اول سوگل رضوانی بود. تاها برادر یکی از دوستان ما توی دانشگاه بود که دانشجوی تئاتر بود فکر کنم، و سوگل بهم پیشنهاد کرد این خیلی میخوره به این نقشی که تو داری، و بعد این طور شد که من تاها رو دیدم و تاها انتخاب شد برای فیلم. یه ویژگی تاها اینیه که خب آشنایمون از طریق دوستای تئاتری بود که خواهرش بود و اینا، ولی یه ویژگی بود که زمان زیادی رو با دوتا خواهرش و مامانش میگذرون توی خونه، و یکم مثلا پیشنهاد این که اوکی حالا تو الان داری نقش مادرتو بازی میکنی، اینا براش خیلی قابل تصور بود. رفتار زنانه توی حافظه بصریش و عاطفیش بوده. دقیقا من حسم این بوده، یعنی چیزی که یادمه این بود. و خیلی هم خانواده تو مثلا تست گرفتی ازش؟ ببین آره، من فکر کنم حتی تست خیلی رسمی نه، چون همون اولی که دیدمش به نظر من عالیه تاها، و بعد مثلا چرا با هم تمرین کردیم، حرف زدیم، تست لباس گرفتیم، و بعد فکرم آره عالیه، و بعد چهره خیلی سینمایی عالی هم داره، فکرم آره دیگه پرفکته. و یه چیزی که بود این بود که من با اون بچه ها تمرین میکردم، یه سری تمرین های جدا با اون بچه ها کردم که تاها توش نبود، و مثلا تاها خیلی خوب اینا رو نمیشناخت قبل از اینی که ما فیلم برداری کنیم، و اونم فکر کنم یکم تأثیر خوبی داشت به خاطر اینکه مثل آدم بیرونیه قریبه بود. قریبه دقیقا. و همه اون بچه هم عالیه، خیلی همهشون خوب بازی میکنن، همهشون متوجه شدن که چجوری باید این نقش بازی کردن رو بازی بکنن. پیچیدگیش توی اینه. آره، و خیلی ببین واقعا پروسه نسبتا ساده ای بود، چون که ایده رو گرفتن، و مثلا و اگه تصور کنیم مثلا یه بچه عاشق اینه که مثلا اوکی حالا من به جای مامانم میام، نمیدونم شما بعد آب زمزم آوردم این کارو بکن، و اون یکی مثلا مثل باباش کباب درست میکرد و اینا، و بعدم من خیلی تشویق میکردم، یکی یه کار بامزه‌ای میکرد یا یه چیز خلاقه‌ای میگفت، مثلا این تشویق رو از طرف من میده، اون یکی میخواست بیشترشو بکنه. مثلا یه رقابتی میشد، این رقابته ممکنه توی یک در واقع فضای دیگه به ضرر فیلم تموم بشه، ولی احتمالاً اینجا تبدیل شده به نقطه قوت. دقیقا. و بعد یه چیز دیگه هم این که فیلم برداری حمید خیلی خوب بود، حمید احمدی که از دوستای خوب من الان توی انگلیس هست، و حمید ما یه ایده داشتیم، یک ایده بسیار بد که من چقدر خوشحالم انجام نشد، که کل این فیلم رو یه تیک بگیریم، یعنی بازیه باشه، بعد با اینا بریم توی حیات، و این ویروس یک تیک، آره این ویروس یک تیک تا هنوز که هنوزه دامان من گرفته، که مثلا میتونه بی‌نظیر باشه، مثلا اون فیلم راشنار که ساخاروف، خب ایده خیلی جالبیه یک تیک، ولی واقعا نیازی نداشت برای این فیلم. خب شاید یه دلیلش هم اینه که اون موقع خب مثلا شهرام خیلی آدم مهمی بود. آره، خیلی مهم بود. و اون استایلی که اون کار میکرد احتمالاً مثلا مخصوصا روی دانشجوها و آدمایی که سینما رو داشتن با فیلم کوتاه اینا تجربه میکردن، سایه کاری که شهرام میکرد خیلی گسترده شده بود. و بعدم خب مثلا تاثیر کسایی مثل هانکه بود که خیلی یه تیک حرکتی اونطوری نداشت، ولی تیک های طولانی داشت. و تاثیر گاس ونسانت بود، الیفنت خیلی بزرگ بود اون دوره که ما درس میخوندیم، حداقل همه اینا بود. ولی آره بعد تصمیم گرفتم نه، اصلا حمید یه جورایی به عنوان فیلم بردار این تصمیم رو به من گفت که بعد بگیریم، نمیشه این در نمیاد، مثلا نور پردازیش و همه چیزش. و
ولی خیلی اون تصمیم کمک کرد. به خاطر اینکه مثلا تو فیلمت یادته که تو جشنواره مثلا اون موقع خب فیلم کوتاه تهران جشنواره مهمی بود، به فیلم کوتاه تهران دادی یا مثلا بر جشنواره خارجی فرستادی؟ چه جوری بود فیلمت؟ آره من از ایران که رفتم تازه توی مثلا خانه سینما نشون داده شد و جایزه گرفت اونجا، بعد به جشنواره‌های خارجی خیلی هاشو رد شد، تعداد زیادیشو رد شد. مثلا من تا وقتی رفتم آمریکا، یا اوایل آمریکا بود یا اواخر ایران بود، یه جشنواره کوچیکی توی ایتالیا رفت به اسم جشنواره ساردینیا. بعد توی آمریکا مثلا یکی دوتا جشنواره نیوپورت بیچ بود، یا بعد یه سلم دنس بود که اون موقع سلم دنس خیلی کوچیک بود، الان به عنوان مثلا آلترناتیو ساندنس فستیوال بزرگتر و خیلی محبوبتر شده. و این فکر کنم دو سه تا جشنواره اینطوری، ولی تعداد ردی که اون فیلم گرفت خیلی زیاد، یعنی هر چقدر سود موفق بود این تفلی اون ناموفق بود. و مثلا توی خب مثلا خانه سینما فکر کنم موفق شد و مثلا آدم خیلی دوست داشتن و اینا، ولی نمونه جالبیه بچه وقتی بود که طول کشید مثلا تا الان که الانه. خب از نظر بیشتر کسایی که من میشناسم و خیلی بهشون احترام میذارم بهترین فیلمیه که ساختم. مثلا واقعا میفهمم چرا آدم ها خیلی باش رابطه برقرار میکنن و واقعا خب فیلم موفق تری از خیلی فیلم های دیگه ای که ساختم به دلایل خیلی مختلف. تنها فیلم ایرانی هست. ببین یکی خیلی تکوندنده است، شاید یکی هم مسئله اون قرابت زبان، نمیدونم، فکر میکنم تاثیرگذاره، فکر میکنم این تاثیرگذاره. حالا تو بعد از این فیلم یا حالا قبلش احتمالاً تو تصمیم گرفتی که مهاجرت کنی و این به نظرم یه اتفاق خب مهمه توی در واقع مسیر حرفه‌ای تو، و از اونجایی که خب یک مسئله مبتلا بهه، یعنی ما در تمام این سالها هی دایره اطرافیانمون کوچیک و کوچیکتر میشن و مسئله مهاجرت حالا علاوه بر این که تو زندگی حرفه‌ای تو یه فصل مهمه، ولی یک مسئله اجتماعیه درست. که ما سالهاست درگیرشیم. تو ببین این یه سوال هم خود شخصیه، چون به نظر میرسه که تو به هر حال یک مسیر موفقیت رو انگار داشتی طی می‌کردی و حالا مخصوصا با موفقیت‌های سوگ و روابطی که داخل بدنه مستقل سینمای ایران تونسته بودیم واسه خود فراهم بکنی، به نظر میشه خب منطقی بود که تو همینجا فیلم بلند بسازی و این مسیر رو ادامه بدی و تو تصمیم میگیری مهاجرت کنی. تو از اونایی بودی که دلت میخواست یک فضای دیگه ای رو تجربه بکنی، یعنی اشتیاقت به تجربه یه فضای دیگه باز شد مهاجرت بکنی، یا از اونایی که دیگه زیستن توی فضای داخل ایران براشون عملا ممکن نبود؟ چون این چیزیه که امروز هست، یعنی امروز مثلا خیلی ها به خاطر این دارن مهاجرت میکنن. خیلی سوال خوبیه و واقعا این که میگم دوچار بیماری فراموش شدم یکم برای خودم، به خصوص سالهای اخیرم کشف این داستان دلایل رفتن در سطح کلانش و در سطح خیلی شخصیش، چون کاملا درست میگه قضیه اجتماعیه. برای من بیشتر توی گروه اولی قرار میگیرم که گفتی، به این معنی که بیشتر میخواستم یه فضای جدیدی رو تجربه کنم، میخواستم یکم دور شم از اون فضایی که توش بودم، چون با وجود اینی که خیلی مزایا بود توش، روابط بود، یه صحنه‌ای بود که انگار تو جزوش بودی، یه کامیونیتی گروهی بود، ولی به شدت حسم این بود، قشنگم حتی یادم لحظه ای که با خودم فکر کردم نه من دارم میرم میخوام برم از این گروه، و دلایل خیلی شخصی مختلفی توش بود. یه بخشش مسلما تجربه فضای جدید بود، یه بخشش این بود که خب خواهر من سالها پیشش رفته بود، 6-7 سال پیشش، و من همیشه خیلی نگاه با احترامی بهش داشتم و حس میکردم مثل لوک آپ به نگاه از پایین به بالا داشتم، از این نظر که حتما این تصمیمی که گرفته یک مزایایی توش داره، با اینی که همرشته من نبود اصلا، ولی خب تأثیر داشت تصمیم اونم توی تصمیم من. و بعدم خانواده‌ام خیلی مشوقش بود، به خاطر اینی که خب تا
تو در نظر بگیر من مثلا الان 34 سالم به زودی 35 سالم میشه متاسفانه، و بعد مثلا مام بابام که اصلا کلن یه نسل دیگه، یا خب اونا یک بازه و یک دوران دیگه ای رو دیدن و یه جورایی انگار حسشون این بود که اگر این بچه ما بره یک پایگاه خارج از ایران داشته باشه، یه ثباتی داشته باشه، شاید بهتر باشه برای زندگیش. هیچ فشاری نبود ولی تشویق و ساپورت کامل بود از طرف اونا برای رفتن من. و بعدم اینی که من همونطور که گفتم تحصیل دوست داشتم و فکرم خیلی دوست دارم اتفاقا رشته فوق لیسانس بخونم و 100% تو ذهنم نبود میخوام برم بمونم. یکم این بود که شاید اصلا برم فوق لیسانس بگیرم برگردم با یه ذهنیت دیگه، و بعضی از دوستام هم این کار کردن که هم دوره یه من بودن رفتن مثلا MFA یا MAشون یا هرچی حالا فوقشون یه جا بگیرم بعد برگردن. منم ذهنیت یعنی تو رفتی یه دوره در واقع مستر تو اونجا به اگزرونی و اپلای کرد تحصیلی. و واقعا هم چون اولش که میای آمریکا از سوال میکنن که آیا میخوای بمونی یا برگردی، من گفتم بعدم جوابش اینه که باید بگی نه نمیخوام بمونم، چون کسی که با ویزا میاد نباید بخواد بمونه با اینی که هم میمونن. ولی وقتی گفتم که میخوام برگردم یه بخشیشو راست گفتم، یعنی تو ذهنم بود که به احتمال زیاد من نمیمونم خارج از ایران، به هر حال من فیلمسازم، پایگاه هم اونجاست، قرار برگردم. ببین یعنی به این فکر میکردی که مثلا یعنی این داره از یه نیاز میاد به یه تحصیلات آکادمیک توی یه فضای خارج از ایران، آیا این مثلا تو به این فکر میکردی که داشتن این تحصیلات آکادمیک مثلا خودش فی نفسه برات جالبه، یا اینکه مثلا میتونه کمک کنه تو فیلمساز بهتری بشی؟ یعنی تو احساس میکردی یه خلأی وجود داره در تو و این خلأه تو نیاز داری که یه فضای دیگر رو تجربه کنی تا فیلمساز بهتری بشی، یا نه خودش خیلی مهم بود؟ خیلی سوال خوبیه اینم، و فکر میکنم هر دوش باشه تا یه حدی، به خاطر اینکه از یه طرف خلأش بود، چون مثلا من حالا دانشگاه سینما تئاتر بودم، میدونستم نمیخوام برم فوق لیسانس اونجا بخونم، برم جالب نیست، میخوام فوق لیسانس پرکتیس باشه بیشتر. و بعد مدرسه خاصی که آخرش انتخاب کردم که برم School of Art Institute of Chicago، مدرسه ای بود که کسایی مثل آپی چاتپانگ، بیرستا کول، هانگ سانگ سو، اونا توش درس خونده بودن و برام خیلی جالب بود توی یک زمینه قرار بگیرم که هم توش ویژوال آرت باشه، هم تئوری باشه، هم تاریخ هنر رو بهتر یاد بگیرم، و اونا برام جالب بود، یعنی فی نفسه جالب بود. ولی در این حالم اون بحثی که داشتیم راجع به نوع فیلمسازایی که من دوست دارم، خب فیلمسازایی هن که آدم های باسوادی هن، نمیم چه کلمه دیگه باید بگم، ولی واقعا علاقه به سواد ادبی تئوری توشون هست. حتی توی خود مثلا فیلمسازایی دیگه هم که گفتم هانکر نگاه کنیم، هانکر آدم به شدت باسوادیه، یعنی سواد تاریخی فلسفی درست حسابی داره، و من فکر میکنم رفتن به مدرسه کمک بکنه به این برای من. یه سری چیزا یه دیسیپلینای وجود داره که توی اونها دونستن تاریخ و تئوری شاید مثلا خیلی کمک نمیکنه، ولی یه زمینه هایی هم وجود داره که اصلا از تاریخ نمیشه جداش کرد. راستش سینما نه اولیه نه دومی، آخه خود سینما هم یه وضعیت بینابین داره، یعنی ما فیلمسازای خیلی خوبی داریم که مثلا نه تاریخ میدونن اونقدر، نه تئوری میدونن اونقدر، مثلا یه حساسیت های ویژه‌ای دارن و مثلا شاید یه تعداد فیلم محدودی دارن، ولی خب فیلمسازای فوق‌العاده ای، و برعکسش هم هست. آره فیلمسازی مثلا خیلی با سواد سینفیل، مثلا آدمای تئوری که دیگه مثلا شاید یه مثال موردیش مثلا خود موج نوعی های فرانسه مثلا باشن که از دل نقد و تئوری و تاریخ و شیفتگیشون مثلا به تاریخ سینما میان و فیلمساز میشن و فیلمسازای جالبی هم هستن. دقیقاً، نه خیلی درسته. و بعد من فکر کنم یکی مثل آپی چاتپون که اون موقع یکی از دلایلی بود که انتخاب کنم این مدرسه برم، بازی جایی بین ایناست، از یه طرف خیلی دانش و حالا تا جایی که من میدونم تئوری خیلی مثلا زیادی شاید اندازه موج نویا نداشته باشه، ولی ویژوال آرت رو خوب میشناسه، هنرهای تجسمی رو خوب میشناسه، بیشتر هنر رو میشناسه تا فقط سینما، و یکم آرت اسکول رفتن کمک کرده به این فکر کنم زمینه ای که داره. و یه چیزم بگم، من همیشه مینوشتم، هنوزم مینویسم، یعنی سالایی که از ایران دور بودم هم برای خودم خیلی مینویسم، حالا یه روز
یا فوت کنم یا تصمیم بگیرم، شاید خیلیش هم دیده بشه و خونده بشه، ولی جز برای خودم برای مجله ایرانم هنوز می نوشتم و برام خیلی جالبه که مثلا فقط فیلمساز نباشم. یعنی اگه بخوام آنایتا از الان با آیندهش فکر کنه، برام داستان نوشتن، رمان نوشتن، تحلیل نوشتن، حتی کار هنری مدیومای دیگه کردنم خیلی جالبه و اتفاقا دوست دارم بیشتر باشه حتی توی آیندهم. و یه دلیل آرت اسکول رفتنم که MFA بخوام بگیرم این بود، یعنی یا حداقل یه تاثیرش این بود، ولی فکر کنم تشنگیش هم بود توم که به همچین فضایی. یعنی به نظرت اینا باعث دیسترکت شدن تو نمیشه و چیزایی که اتفاقا میتونه کمک کنه که انگار مثلا توشه بیشتری داشته باشی؟ سوال خیلی خوبیه. فکر میکنم بستگی داره آدم معیارش چی باشه. اگه معیار این باشه که آدم باید یه تعداد فیلم کوتاه بسازه و بعد خب فیلم بلند بعد بلند بسازه و این معمولا یه پرونده کاری یه فیلم سازه، ممکن آدم رو دیسترکت کنه، چه بسا در مورد من کرد. ولی اگه آدم واقعا هنوز توی کاوش باشه که بخواد ببینه من کی هستم، چه کاری میخوام بکنم، شاید یه وقت یه کار مستند کنم، شاید یه وقت یه کار کوتاه کنم، شاید یه وقت بنویسم، اون وقت یک دیده بازتر و یه تحصیل عمومی تر هنر داشتن و حتی تحصیل تئوری داشتن ممکنه باعث انگیزش آدم بشه. برای من یه جورایی دیسترکت کرد از اون مسیری که شاید مسیر خطی که اگه ایران میموندم پیش میبردم، ولی از یه طرفم منو آدمی کرد که الان هستم، که واقعا سوالایی که میکنم، طرزی که به هنر زندگی نگاه میکنم خیلی فرق کرده و شاید حالا توی کارهای آیندهم به شکلای غیر منتظره تری خودشو نشون بده. ببین حالا اگه مثلا شاید برای اینکه این یه جنبندی داشته باشیم، از اونجایی که خب تو مثلا فضای آکادمیک اینجا دانشگاه سینما تئاتر و فضای آکادمی که یه دانشکده سینمایی امریکایی رو هم تجربه کردی، اگه مثلا بخوای بزرگترین تفاوت این دوتا فضا رو بگی، به چی میتونی اشاره کنی؟ یعنی اون چیزی که مثلا تو توی اونجا توی آموزش تئوریک و آموزش دانشگاهی توی دانشکده مثلا خودتون یا دانشکده مشابه دیدی که فکر میکنی توی ایران نیست یا یه خلأ توی آموزش دادن به بچه ها؟ ببین دوتا چیز به ذهنم میرسه. یه تفاوت عظیم دسترسی به منابع. حالا مسلما توی عصر اینترنت و دسترسی بیشتر و بیشتر با وجود محدودیت های ایران فرق میکنه با زمان ما، ولی خب تو منابعی که توش توی دانشگاه غربی در دسترست هست خب خیلی بیشتره، چه از فیلمای قدیمی، مثلا فیلمای آرشیوی که من هیچ وقت فکر نمیکردم ببینم، متنایی که میخوندیم، و بعدم فضای ایران یکم مثلا فضای تئوریش انگار 1960-70 وای میستاد، بعد مثلا یهو توی شیکاگو انگار مثلا تو میبینی که اوکی 30-40 سال اخیر آدم ها راجع به چی فکر کردن نوشتن. از این نظر خب این تفاوت ها وجود داشت. و یکی هم همون فضای کریتیک که گفتم، فضای ورکشاپ توی فضای آکادمیکی که من توش بودم، که خب خیلی خاص آرت اسکول مدرسه است، ولی فضای ورکشاپ توش خیلی مهم بود که مدام بسازی، نشون بدی، آدم ها از زاویه های مختلف راجبش حرف بزنن. فضای آکادمیک ایران یکم سنتی تر بود و کمتر ورکشاپ بیست بود تا جایی که یادم. دلم میخواست بیشتر اینو بدونم که تو وقتی رفتی اونجا احساس کردی خب به اندازه کافی دیدی و سینما رو میشناسی. توی فضای سینمایی برای من اتفاقی که افتاد این بود که خیلی فوکوس کردم مطالعه سینمایی. مثلا میگم سال اولی که من اونجا بودم یه نمایش از همه آثار برسون بود و من یکی دوتاشون رو ندیده بودم، به خصوص اون نمیدونم چی میشه به فارسی لزانج دو پش، یکی از اولین فیلماشه قبل از بانوهای جنگل بولونی، که خیلی فیلم جالب مثلا این. بعد همه فیلمای برسون رو سه بار هر کدومو تو سینما دیدم، بعدم خودم تنهایی هی دیدم، مثلا این تاثیر عظیمی بود روی دیدم. یعنی عادتای فیلم دیدنت تغییر داشت میکرد به خاطر اینکه مدرسه ای که ما توش بودم، اسکول آف آرت اینستیتوت که قراره امسال برم اونجا درس بدم اتفاقا از این پاییز، یه سینما داره، سالن جین سیسکل که همون سیسکل منتقد معروفم هست که سیسکل و برتن،
و مدام مثلا رتروسپکتیو چی میشه، دوره های فیلم از یه فیلمساز میذاره، فیلم های مثلا فیلمسازا رو دعوت میکنه و من هر روز مثلا 4 ساعت سینما بودم، منتها سبک فیلم دیدنی یکم تغییر کرد. مثلا یه فیلمساز دیگه فاسبیندر بود که یه سری فیلماشو راستش من ایران هم نداشتم یا دسترسی بهش یکم سخت‌تر بود. آره مثلا فاسبیندر یا 20 تا فیلمشو میشستم شواد میموندم دانشگاه میدیدم یادداشت مینوشتم. یکی دیگه یه فیلمساز آلمانی دیگه بود، الکساندر کلوگه، اونو مثلا اون دوره فیلماشو شروع کردم دیدن. آره عادتهای فیلمیم تغییر کرد مثلا سم... و اتفاقا این نصیحت آقای کیارستمی بود اون چون اون سینما هم خیلی دوست نداشت، میگفت فیلم زیاد نبینین، فقط یه فیلمساز رو خیلی خوب بشناسین. پس تو حالا با این همه این چیزهایی که گفتی و شروع کردن و در واقع ادامه دادن مطالعات تئوریک سینمایید، حالا تصمیم میگیری که اولین فیلم کوتاه تو توی یه جغرافی متفاوت بسازی. بعد نیستش که بریم سراغ فیلم سوزن که تو به فاصله کوتاهی هم بعد از اینکه رفتی فیلم تو ساختی. آره آره، حتی فکرم فیلم برداریش در طول سال اولم بود اونجا و بعد ادیت کردم و تموم کردم و تا سال دومم که داشت MFA مسترم تموم شد تموم شد. ایدهشو از ایران داشتم، حتی تا جایی که یادمه برای چند تا دانشگاه که اپلای میکردم به عنوان یه داستان کوتاه یا توصیف کوتاه ایدهشو فرستاده بودم، ولی ایدهش توی ایران بود چون من مثلا من پدرم داروساز، توی ایران خیلی از داروسازا بودن اون موقع که گوش سوراخ میکردن و حتی میخواستم شاید تو داروخانه بابام انجام بدم. و بعد که رفتم آمریکا به خاطر نوع ویزام و شرایط زندگی و اینا، چون میدونستم رفتن و برگشتن سخت خواهد بود برام، داستانشو یکم تغییر دادم. You doing it without gloves? Yes, I'm doing it without gloves. Is that safe? I mean, if it gets infected, it's... My hands are usually clean from examinations, but thanks for asking. Look, I don't mean to say that they're not clean. I'm just asking about the method. The method? How else would I do it? Huh? Is that your phone? Yeah, I don't want to answer it now. I just want to make sure it doesn't infect her, that's all. Bless you. Do you have a cold? No, it's just allergies. Should I lay down here? No, honey, it's not a surgery. Keep your hands off the chair, please. Look at me. Your marks aren't symmetrical. Yes, they are. No, they're not. This left hand one needs to move up about 2 centimeters. No, your measurements are off. Her ears aren't symmetrical. The dots are symmetrical. What are you talking about? Of course her ears are symmetrical. Look, you just take this mark and you move it up that far, and then you're even. You're wearing gloves now? Yes, I'm wearing gloves. What's wrong with that? Nothing. I just knew that sooner or later you'd have to wear gloves. Because you just know everything. You're just clairvoyant, is why. No, because I knew it'd be difficult to look at your hands, even for you. You know what? Shut up. You don't always need to start from my skin. Yes, I need to start from your skin. That's where the problems start. No, you're just bringing them up to draw attention to your own problems. I'm not bringing up my problems. I'm bringing up your problems. And just what exactly are my fucking problems? Lily, you haven't gone to the bathroom yet, have you? Do you want to go now? Go ahead and wait for me in the hallway. Don't go too far. ولی جالبه که خب به هر حال شکل ایده‌ات یه طوری بوده که توی یه جغرافی جدید قابل پیاده ساخت سازی بوده، یعنی میتونستی توی همون فضای جدیدم از پسش بر بیای. دقیقا آره. و آره خیلی داستان یونیورسالی بود، یعنی وقتی که به انگلیسی نوشتمش و یکم تغییر دادم توش و سعی کردم مثلا، و من هیچی از آمریکا نمیشناختم. آخه حداقل کسایی که خوره سینما به خصوص سینمای کلاسیک آمریکا و سینمای هالیوودن یه جورایی انگار یه درس فرهنگ آمریکا گذروندن قبل از این که بیان. من نداشتم اینو، بیشتر مثلا این حالت نخبگی سینمای اروپا بود که دوست داشتم و مثلا دنبال کرده بودم و واسه همین فضای آمریکا رو واقعا خوب نمیشناختم. مثلا من واقعا الان بعد 12-13 ساله که شاید بتونم ادعا کنم تا یه حدی میدونم آمریکا اصلا چیه. اون موقع اصلا. و واسه همین اون سادگی و ندونستنه کمکم کرد اکچولی برای ساختن نیده.
و فکر میکنم اتفاقی که افتاد این بود که تو ذهنم به خودم گفتم من هیچی از این فرهنگ نمیدونم، اصلا قراره یه فیلم بسازم، شکست سختی هم بخورم، بعد برگردم ایران، هرچه بادا باد اصلا. ولی احساس میکردی که باید حتما فیلم بسازی. و جالبه که با اینی که فضای دانشگاه خیلی اینتردیسیپلینری بود، خیلی پیشنهادها به سمت این بود که نمیدونم اینستالیشن کار کن، کار تجسمی کن، کار پرفورمنس کن و حتی یکم مثلا آزمون و خطا هم میکردم، باز برام خیلی واضح بود نه من قراره خب سرمایه و اون تیم و اینا رو همه از دانشگاه جمع جور کردی؟ بیشتر اشاره یه پول خیلی کمی بود که خودم جمع کردم از این ور اون ور، اون موقع یکم هنوز خانواده حمایتم میکرد و بعد دیگه هر چی داشتم و گذاشتم که مثلا چیزایی که نمیشد از دانشگاه بگیریم، چه از وسایل و چه لوکیشن ها رو جور کنیم، بیشتر غذا و لوکیشن و اینا که بتونیم بسازیم. آره ولی خب تو فیلمت منتخب جشنواره کن بود، یعنی تو فیلم تو بخش سینه فوندسیون درسته؟ آره. تو فیلم رو همین جوری سابمیت کردی یا مثلا یه حمایت ویژه‌ای بود پشت سر فیلمت؟ یعنی همین جوری به عنوان یه دانشجو فیلمو سابمیت کردی و هیچ حمایتی نبود؟ و جالبه به خاطر اینی که باز من اینو راجع به بچه وقت بچه بود میخواستم بگم که واقعا فستیوال معیار زمان نیست، یعنی فستیوال تاریخ و زمانی که معیار ارزشی فیلمو به نظرم مشخص میکنه، حتی آثار هنری از هر جنسی، اونایی که موندن چون واقعا رزونیت کردم با یه تعداد زیادی آدم. و بعد بچه بود که هیچ جای گنده ای نرفت، ولی هنوز که هنوز فیلم من که آدم میخواد نشون بدن. آره ببین قبول دارم چی میگی، ولی یه اتفاقی که حالا خوشبختان متاسفانه برای فیلم کوتاه اول مخصوصا و فیلم بلند اول اقبال جشنواره شاید بتونه ادامه روند فیلمسازی رو یه مقدار آسون تر بکنه. کاملا موافقم. برای من این بیشتر با سوزن اتفاق افتاد که اول خیلی جا رد شد، یعنی حتی اون فستیوال هایی که بچه وقتی بچه بوده نشون دادن سوزن رو رد کردن تا جایی که یادمه. و مثلا یه شب بود که من یه ریجکشن از یه جا گرفتم و گفتم ولش کن. یعنی قبل از اینکه جواب کم بیاد تو توی یه سری جشنواره ها در واقع فیلم رد شده بود؟ 4-5 تا جا فرستاده بودم قبلش و بعد یهو فرداش یه ایمیل اومد که ما این سوال داریم، صدای فیلم اینطوریه اینا، و بعد ما اینطوری بودم که وای صداش بده و اینا، و بعد یهو مثلا هفته بعدش گفتن که ما این فیلم رو میخوایم قبول کنیم. ولی آره هیچ انتظار نداشتم، از همه جا هم رد شده بود قبلش، یعنی فقط مثلا بعدش بود که چون کن انتخاب کرده بود حالا فستیوال های دیگه هم همه میخواستن بیان نشون بدن. ولی من شانس آوردم خیلی، چون که آدم اصلی سینه فونداسیون حداقل اون موقع الان هم هست فکر میکنم یه خانمیه به اسم دیمیتری و بسیار زن نازنینیه و خیلی سلیقه خاصی داره توی سینما و براش کیفیت کارگردانی خیلی مهمتر از اینه که یه فیلمی خیلی تاپیک داشته باشه که مثلا اجتماعی سیاسی باشه، میدونی؟ و مثلا براش کیفیت کارگردانی آها یعنی شاید داده. برخلاف فیلم های بلند توی جشنواره های ای که یه مقدار اون موضوع هم مهم میشه، مخصوصا از یه فیلمسازه ایرانی، گرچه خب فیلم تو جغرافیای ایران هم نداشته واقعا، یعنی این که مثلا جغرافیای ایران یا موضوعات یه مقدار مثلا یه اطلاعاتی از جامعه ایرانی مخصوصا راجع به موضوعهای ملتهب، خب یه مقدار راهشون انگار هموارتره برای این که توی جشنواره‌های مخصوصا تو سطح کن حضور داشته باشن. ولی تو که اصلا جغرافیای فیلمت هم یه جای خارج از ایران بوده و فقط یه فیلمساز ایرانی بودی. دقیقاً آره. و واقعا من فکر کنم دیمیتری براش اصلا اهمیت نداشت، حتی نمیدونست محل کجام درست، مثلا اون موقع که بهم ایمیل میداد و با هم حرف می‌زدیم. آره و بعد یه بخشی هم ببین من حس میکنم مثلا سوالایی که از من پرسی اینقدر سوالای خوبی هن که جوابای من به خوبی نیستم، مثلا اینکه آدم میاد اینجا به عنوان یه ایرانی اصلا چرا میای؟ مثلا خب مثلا یک جور استعمار زدگی تو وجود من وجود داشته اون موقع که مثلا فکر کنم من دارم میرم غرب، جایی که همه چی بیشتره، همه چی بهتره، و بعد میای اینجا این همه نگاه دیگران رو بر خودت به عنوان دیگری میبینی و انتظار اینی که تو بخوای به عنوان زن ایرانی اینجور و اونجور فیلم بسازی. و من یه جورایی هم انگار مثلا با غروری که تو خودم حس میکرم میخواستم بر علیه اون انتظار بیستم و بگم نه من قرار نیست مثلا
راجع به مصائب زن ایرانی فیلم بسازم. میخوام مثلا راجع به اصلا یه داستانی که برای من شخصی توی یه لول دیگه هست فیلم بسازم. ذهنیتم اون موقع اینطوری بود و برای همین تصمیم گرفتم که نه، مهم نیست سوزن اصلا ایرانی هم نباشه، میخوام یه داستان یونیورسال بسازم و نمیخوام مثلا به این انتظارا جواب بدم که به عنوان زن ایرانی باید اینجور نگاه انتقادی داشته باشی. تجربه حضور توی کن بد نیست یکم برامون بگی و توی سینه فوندسیون، یعنی فضایی که اونجا برای یه فیلمساز احتمالاً به وجود میاد که یه ارزیابی داشته باشه، گفتگو بکنه و حساسیتش نسبت به یه چیزایی جلب بشه، برای تو چطور بود توی اون سن؟ تو فکر میکنم 23-24 سالت بوده که رفتی کن. 23 سالم بود فکر کنم، 23-24 دقیقا آره. من خیلی خوش شانسم واقعا میگم، یعنی یه بخشیش توانایی و تلاشمه، یه بخشیش هم تو زندگیم یه جاهایی شانسایی آوردم که آدم به ندرت میاره. یکیش همون داستان شناختن آقای کیارستمی بود که حقیقتا یک غنیمتیه که نصیب آدم بشه تو زمان و تو جواره همچه هنرمندی زندگی کنه. یکی هم توی کم واقعا فارغ از همه چی و فرای همه چیز جین کمپیون بود که رئیس هیئت داوران بود و کسی بود که به فیلم من جایزه داد و کمی تو همون دوره کم با هم آشنا شدیم و بعد این رابطه‌مون موند تا همین الان. و یکی از واقعا کارگردانای نمونه دنیاست، براش بیشتر از این که مثلا شهرت و نمیدونم چی میگن مثلا این بخشای سینما که همش راجع به شهرت و کی معروف‌تره کی میدونی، این براش خیلی مهم نیست. براش واقعا مهم بوده این سالا با وجود موفقیت یا شکستای من حمایت کنه، چون یه چیزی دید تو اون فیلم که به نظرش یه آرتیستی دید که حداقل داره جونش رو میکنه که یه زبانی برای خودش اختراع کنه برای داستان گفتن و یه جنبش خیلی شخصی هم داره این داستان. و فکر میکنم برای من مهمترین چیز از کن اون بود که با خودم آوردم و چه خوش شانس بودم که اون بود. در مورد فضای خود فستیوال، خیلی استرس داره توی کم بودن، یعنی من یکم هم یعنی از یه طرف خب دوست دارم گفتگو راجع به فیلم، سینما، فضاهایی که مثلا آدم فیلم ببینه بحث کنه، ولی انقدر حواشی هست و مثلا حتی همون پرس و مصاحبه و اینجور چیزا یکم آدم ها میتونه به قول امریکایی ها اوورولم کنه، یکم زیادی بود. چیزی که یادم این که واقعا استرس داشتم از این ور به اون ور، با اینکه حالا فیلم کوتاه هم بود خیلی کسی اهمیت نمیده در مقایسه با فیلم های بلند، ولی فضای کمی با تنش و عجیب غریبی بود برام. ولی خب با آدم های نازنینی آشنا شدم، به خصوص خود جین کمپیون و همینطور دیمیتری که دیمیتری کاریا که رئیس سینه فونداسیون هست، فوق العاده جفتشون زنای نازنین. به نظرم موفقیت فیلم تو سوزن توی جشنواره کن و در واقع این یه ادامه‌ای بود بر مسیری که تو خب توی ایران شروع کرده بودی، به نظرم یه اتفاقی که افتاد این بود که فیلم تو شاید مدلی شد که خیلی توی فیلم کوتاه سازهای داخل ایران الگو شد، یعنی این شکلی که تو تمرکز میکردی روی یک موقعیت اصلی و به جای اینکه یه فراز و فرودی رو توی داستان یا توی روایت خودت طراحی بکنی، روی یک موقعیت اصلی و دیتیل های اون موقعیت تمرکز میکردی و یک شخصیت اصلی، و این مدلی شد که و حتی کودک بودن، یعنی این هم چیزی بود که خب به قول تو از سینمای کانون وجود داشته، ولی به نظر من از یه جایی به بعدم توی فیلم کوتاه مثلا تو دهه 90 اینم باز خیلی چیز شد، خیلی شدت گرفت. به همین دلیل فکر میکنم که فیلم تو توی فضای فیلم کوتاه ایران هم خیلی تأثیر گذاشت، یعنی روی خیلی از فیلم سازه ما تأثیر گذاشتی. مرسی که اینو گفتی. از نظر تأثیر گذاریش فکرم تأثیر گذار بود و اینم خیلی درست گفتین که این دو فیلم در امتداد هم بودن، یعنی بعضی آدم ها به من میگن انگار که مثلا سوزن یه چیزیه که در تضاد با بچه وقتی بچه بوده، خیلی تفاوت کارگردانی و سبکی دارن و واقعا هدف منم این بود که سبکای مختلف استفاده از دوربین و قاب بندی و پلان و میزانسن و همه اینا رو امتحان کنم توی سوزن متفاوت با بچه. کاملا هم تغییر کرده خیلی،
ولی درست میگین که از نظر دید داستانی یه جور امتدادی هست و نه فقط این دو فیلم، هر کار دیگه‌ای که بعدش انجام دادم. ببین یه چیزی هست که من وقتی من خب توی دانشگاه آیوا که الان هستم، یه بخشی که اومدم اینجا برای این بود که اصلا رشته فیلمنامه‌نویسی رو راه بندازم 5 سال پیش و خیلی کار بود در واقع این رشته رو. من مثلا به عنوان یکی از مؤسسای اصلیش و هدش شروع کردم و خیلی تو این سالا کلاسای فیلمنامه‌نویسی زیادی اینجا درس دادم و سعی میکنم کاری که خودم میکنم و خیلی درس ندم، به خاطر اینی که وقتی میخوایم مثلا سه پرده نوشتن و اکت و مثلا کانفلیکت و اینجور چیزا رو توی داستان درس بدی، اون ذهنیت دراما خیلی متفاوته با ذهنیتی که من از اون موقع داشتم. من چیزی که تو داستان خودم بهش فکر میکنم یه جور کامپوزیشنه، یه کامپوزیشنی که توش مثلا یه بچه‌ای که میره یه بازی این کار میکنه میاد، کل این کامپوزیشن استراکچر حالا پلاتش یا هر چیزی که هست و موقعیت‌ها توش یه مفهومی تولید میکنه و بیشتر تأثیر گرفته از داستان کوتاهایی که خوندم که خیلی روم تأثیر گذار بوده. بر همین جنس ذهنیتی که دارم که چطور میشه یه کمپوزیسیونی داشت توی یه موقعیت ساده با 3-4 بخش که یک مفهومی تولید بکنه که یه خطی هم نباشه. مثلا خب یه خطی بچه یا نیدل و مثلا شاید اونطوری میشه گفت چی اتفاق افتاده و اینکه چه تفاوتی در درون این آدم به وجود اومده، این موقعیت توی زندگی این کودک توی رشدش توی بلوغش چه تأثیری داره، همه رو توی یک کلمه نمیشه گذاشت. یکی مثل این خاطرهایی که تو گذشته حس کردیم و میدونیم خیلی مهمه ولی نمیشه گفت دقیقاً چرا. آره ببین از اون فیلماییه که اگه مثلا داستانشو بر کسی تعریف بکنی به قول آقای اسلامی نمیتونی تصور کنی که با چه جور فیلمی مواجهی. دقیقاً آره. و ولی من همین این ذهنیت این که دنبال یه موقعیت ساده باشم که قنای اینو داشته باشه که بشه از نظر بصری و از نظر بازی یه چیزی از توش در آورد برام همیشه جذابتر بوده تا مثلا خیلی فیلمنامه های پیچیده تر. منتها دلیل نمیشه تا ابد بخوام این کار کنم، ممکنه یه آنایت های تازهی بیاد که اتفاقا بخواد بشکونه اونه یه کار دیگه کنه در آینده. خب تو موفقیت فیلم توی کن و توی یعنی تو جایزه سینه فونداسیون آیا به تو کمک کرد که راه فیلم‌های بعدی هموارتر بشه؟ خیلی نه، یعنی از یه طرف آره، به خاطر اینکه من این موقعیت رو داشتم که بعدم فیلم بلندم دی یا آنها، دی میشه مثلا ضمیر جمع مفردی جورایی که راجب داستان فیلمم بود، کمک کرد که خب اون بتونه نشون داده بشه توی کن و خب مسلمه کمک کرد رزومه خیلی بهتری داشته باشم، کانکشن بیشتری داشته باشم. ولی بعد از نیدل من دوتا کوتاه دیگه ای که ساختم خیلی نمایشاشون محدودتر بود، یعنی مثلا فستیوالای کوچیکتر، اسکرینینگای کوچیکتر، اصلا موفقیت اون سوزن رو نداشتن. بیشتر دوره‌ای بود که بچه وقتی بچه بود همه جا نشون میدادن. بعدش خود سوزن هم اونقدر مثلا به نسبت اینکه توی کم بود توی تعداد زیادی فستیوال خیلی نرفت، نشون داده شد ولی نه اونقدر زیاد. مثلا میشنوی کسی که میره کن یا تو 300 تا فستیوال بعدش میره، اصلا این خبر رو نبوده. ببین سوزنم فکر میکنم توی ویمو در دست هسته، درست میگم؟ درسته. آره و باز من پیشنهاد میکنم اگر کسی ندیده حتما فیلمو ببینه. ولی از اونجایی که دوتا فیلم کوتاه بعدی تو که اونا هم به فاصله کمی از هم ساختی، یعنی فیلم بارون درخت‌نشین و فیلم آنچه که باقی میماند، از اونجایی که تو یعنی در دسترس نیستن و شاید نمیشه خیلی راجع به جزئیاتشون هم صحبت کرد، من دلم میخواد که این شکلی یعنی از فضای سوزن یه مقدمه کوتاه بگم و بریم سراغ فیلم بلند تو. و باز هم با اینکه فیلم بلندت هم در دسترس نیست، روی یه کلیاتی از این مسیری که یعنی گذروندی با هم دیگه صحبت بکنیم. من فکر میکنم که تو توی مجموعه فیلم کوتاهات یعنی توی سوزن و دو فیلمی که بعدش ساختی، یه کم کم تو به عناصر آشنای زبان سینمای خودت رسیدی، یعنی تونستی یک محدوده‌ای از داستان و روایت که تو دلت میخواد تعریف بکنی و شکل بیانشون رو پیدا بکنی.
همونطور که قبلا گفتم، مثلا تمرکز کردن روی یک موقعیت، یک شخصیت اصلی که در ابهامه، یعنی یک شخصیت اصلی که با یک سری چیزها تکلیفش مشخص نیست، حالا توی یک فیلم جنسیتشه، توی یک فیلم در واقع موقعیتش حتی با در واقع اون قول دیگر از خودشه، یعنی ابهامی که ما داریم که کدوم یک از اینا رو داریم میبینیم و چجوری جاشون رو با هم دیگه عوض میکنن توی باران درخشنشین، چون تو با دو قلوها کار کردی، یعنی این شکلیه. و مثلا توی آنچه باقی میماند با گذشته خودش، یعنی اون ابهامی داره که گذشته چطور توی رابطه الانش با دایش تأثیر گذاره. و در کنار اینها زمان خیلی محدود، یعنی اینکه تو مثلا یک بازه زمانی کوتاه رو برای گفتن داستانات انتخاب میکنی و یک گرامر سینمایی، یعنی شکل لنزهات، حساسیتت روی کمپوزیسیون، حساسیتت روی قاب، شکل میزانسنهات، کم کم اینها رو در واقع میگم عناصر انگار بیان شخصی خودتو داری پیدا میکنی. ببین سوالم اینه، تو اینو آگاهانه این مسیر فیلم کوتاه ساختن رو تمرین میدیدی؟ یعنی خودت میدونستی که داری توی هر کدومشون چی رو اتود میکنی برای اینکه به فیلم بلندت برسی؟ یعنی تو فیلم کوتاه ساختن رو پله هایی میدونستی که باید اتود کنی، تمرین کنی، پرکتیس کنی تا به فیلم بلندت برسی، یا نه خودش مثلا برای خودت یه اهمیت ذاتی داشت فیلم کوتاه ساختن؟ یعنی تو اینا رو میساختی برای اینکه باید میساختی؟ چقدر سوالای خوبی واقعا همه اینا. به ندرت انقدر آدم سوالای خوب میخوره بهش توی مصاحبه، ولی سوال خیلی خوبیه و من حس میکنم که خودشون به خودی خود ارزش داشتن، یعنی و یه نشونش هم اینه که من حتی بعد از آنها فیلمی که الان دارم کامل میکنم فیلم کوتاهه، یعنی یکم متفاوت خیلی از فیلمهای دیگه هم، یه پروسه خیلی متفاوتی بود و یکم هم این قواعد و یا این زبانی که گفتی توش کمی فرق کرده. ولی فکر میکنم خب در نهایت شکی نیست که رسیدم به زمانی که آمادم اون فیلم بلند رو بسازم یه پروسه بود که باید میرسید به جایی که اون فیلمنامه آماده بود، همه چیز. ولی وقتی که به ساخت بارون و آنچه میماند فکر میکنم، نه وقتی که توش بودم اینطوری نمیدید، خیلی حداقل آگاهانه به این فکر نمیکردم این یه موقعیته که اینو امتحان کنم که بعد بتونم فیلم بلند بسازم. برام همش این بود که چطور میشه این داستان رو به بهترین شکل بگم، یه کار جدید بکنم توش، و بیشتر به خودمون پروژه و خودمون موقعیت فکر میکردم. و به خصوص برای بارون تو ذهن من مثلا بچه بود و سوزن و باران انگار یه جور سگانه کودکی بودن و مثلا یکم هم در ارتباط با هم میدیدمشون. شاید در آینده اگه مثلا بخوام من کارامو جمع و جور کنم و یه جا نشون بدم اون ستا رو فکر کنم که با هم میان و به نظرم خیلی هم تشابهات بینشون هست. یکم متفاوت تر از اون شدن که تو ذهن من، خیلی به هم شبیهن ولی تشابه داستانی و مضمونی توشون زیاده، در مورد این ابهام شخصیتی که گفتی و تکلیف نامعلوم آدم با خودش، به خصوص قبل از بلوغ و اون دوره بینابینی که اینا توشن، که این تم خیلی در واقع به تم دی هم کمک کردش، یعنی امتدادش به اون هم کشید. Yeah. Yes, you don't like that. Like what? I mean, the talking. Which talking, like babbling? Like the story you told me, remember? The kid who talks a lot and gets short, shrinks instead of growing? I don't remember shrink. Yeah, the kids who talk a lot and shrink, like the tiny auntie, so shadow-wise you won't grow up. I don't remember telling you anything like that. بابا خریزه دیگه که میگفتین چون وراجی میکنه از که کوچیک میشه. But that was a cartoon. I know, but not all of this was in the story. I really get it. I don't remember telling you anything like that. من فکر میکنم ایده های مختلفی به ذهن من میان و خیلی وقتا مثلا من ایده دارم که خیلی دوست دارم شیکاگو برم کار کنم، به نظرم ایده خیلی ترکیبی مستند داستانی خواهد بود و یکم خودم توی این مسیر میذارم که مثلا بازتر نگاه میکنم به اینی که این ایده چه بهترین شکلی که میتونه به خودش بگیره چی خواهد بود.
اگه یه فیلم کوتاه خیلی خوب باشه، حتی اگه یه فیلم 45 دقیقه خیلی خوب باشه، مسلماً بخت فستیوالی و اینجور چیزا همه اینا تأثیر میذاره. و مثلا اینطوری هم نیست که بگم حالا اصلا برام مهم نیست، هرچی مهمه برام که کارمو درست نشون بدم، حرفه‌ای باشه پروسش، ولی واقعا سعی میکنم به خود همون ایده خدمت کنم بیش از هرچی. پس تو توی ایران سینما خوندی، ورکشاپ رفتی با آقای کیارستمی، با اون جمع خودتون، با اون جمع جوانانه دور هم چریکی فیلم کوتاه ساختین، فیلم سوگو ساختین، فیلم کوتاه خودتو ساختی، مهاجرت کردی، تحصیلات آکادمیک دنبال کردی و بعد توی فضای جدید، تو جغرافیای جدید شروع کردی باز به ادامه دادن فیلم کوتاه ساختن، کن رفتی، جایزه گرفتی و رسیدی به ساختن فیلم بلند خودت. فیلم بلندت هم با یه عناصر آشنایی از فیلم‌های کوتاهت، یعنی استراکچر و یه مایه‌هایی رو با خودت وارد فضا کردی. ببین دلم میخواد راجع به این صحبت بکنیم که راجع به کیفیت فیلمسازی در مهاجرت، یعنی تو همه اینا رو توی مهاجرت انجام دادی. ببین فیلمسازهای مهاجر، یعنی خوبی خورده با تاریخ سینمام عجینه، یعنی ما اگه مثلا فکر کنیم که مثلا هیچکاک هم از انگلستان رفت هالیوود، حالا اون درسته که زبان تغییر نکرد ولی جغرافیاش تغییر کرده، یا مثلا بعدها مثلا پولانسکی و میلوش فورمن مثلا از اروپای شرقی مثلا رفتن و تو سینمای امریکا فیلم ساختن، یعنی تجربه های اینچنینی، یا تجربه های مثلا مکزیکی ها، مثلا ایناریتو، کوارون، دلوتور، اینا هم فیلمسازایی بودن که از یه جغرافیای دیگه وارد مثلا سینما، مناسبات سینمای امریکا شدن و توی اون مناسبات فیلم ساختن و حالا یه سری فیلم مستقل، یه سری فیلم های تو چارچوب مثلا هالیوود. یعنی مثلا اگه یه تجربه های اینچنینی رو در نظر بگیریم، ما مثلا فیلمسازهای ایرونی فاقد یه همچین تجربه های هستیم. یعنی مثلا ما فیلمسازی مثل امیر نادری که تصمیم میگرفت جغرافیای خودش رو تغییر بده، حداقل تاثیرگذاری سینماش در درون ایران، یعنی توی مخاطب ایرانی، هیچ وقت به اندازه اون دوره که توی ایران فیلم ساخت و فیلم‌های درخشانی هم ساخت نبوده. یا مثلا هم فرض کن توی نقد، مثلا ما یکی شاید مثل حمید نفیسی رو داریم که اگر توی فضای آکادمی که مثلا امریکا تدریس کرده، باز ما تأثیرگذاریش رو توی فضای تئوریک فارسی کمتر داریم، گرچه اونم در واقع نقطه تمرکز کارش رو سینمای ایران بوده اونجا هم، حتی یعنی به تاریخ سینمای اجتماعی ایران و مناسباتش پرداخته. میخوام بهت بگم که ما این پیشینه رو راستش نداریم که مثلا یک مسیری باشه که باز باشه آدم ها برن فیلم بسازن، بیان یه فضای اینچنینی رو حالا به واسطه تک افتادگیمون و جدا افتادگیمون توی همه مناسبات از جهان نداریم. میخوام ببینم که تو اینو چطور راجع به خودت تعریف میکنی، یعنی وقتی که تصمیم میگیری که بمونی توی اون جغرافیا و فیلم بسازی، توی یه نمای باز، توی یه لانگ شات، این مسیر رو، این فیلمسازی تو مهاجرت رو چجوری بر خودت یا چجوری بر ما در واقع توضیح میدی؟ درست میگی، چون با آقای نادری فکر کنم سهراب شهید سالس خارج از ایران فوت کرد و خارج از ایران هم توی آلمان هم توی شیکاگو بود فکر کنم که فیلم کار کرد. آره درست میگه. و بعد الانیا منم راستشو بگم یکمی شوتم، یعنی به خاطر اینکه من باز همچنانم خیلی سینفیل نیستم، اینطوری نیست که همه فیلم های روز رو دنبال کنم، یه فیلم سازای خاصی هم که همه کارشون دنبال میکنم، ولی میدونم که بیشتر داریم به خاطر شرایط فعلی ایران. مثلا الان فستیوال کن داره برگزار میشه، فکر میکنم علی عباسی هست که داره فیلم جدید. آره خب اون ایرانیه ولی تو فضای ایران، یا حداقل تربیت سینماش تو فضای ایران نبوده.
من فکر کنم اون مثال خوبی نیست واقعا. نیست. درست میگی. دست فراره. و فیلم سازای دیگه هم هستن اینجا. درست میگی. این که از مثل من توی ایران شکل بگیره دانششون و تجربهشون که یکم شبیه آقای نادریه حالا چند دهه بعدتر، خیلی نیست. داره بیشتر میشه. چرا؟ چون که من هر سال دارم با یه عالم دانشجو حرف میزنم ایران که میخوان اپلای کنم بیان. یعنی تعداد آدمایی که دارن میان برای مستر خوندن موندن خیلی بیشتر شده. ممکن از دل این یک چیزی پیش بیاد که با این گلوبالیسمی که داریم، با فرهنگ سوشیال میدیا، با همه اینا، شاید یک چیزی از دلش بیرون میاد که بیشتر مثل یه جریانی از فیلمسازای دیاسپورای ایرانی باشه که نداشتیم قبلا. خیلی پیش بینی دقیق نمیتونم بکنم، ولی حس میکنم تعداد داره به یه جایی میرسه که من تو هر شهری تو آمریکا الان چند تا فیلمساز ایرانی که توی 20 و چند سالگیشون اومدن به ذهنم میرسه. ولی سوالی که پرسیدی سوال عمیق تریه راجع به ذهنیت من. اصلا اینکه خیلی هم سوالیه که آدم میتونه بیشتر و بیشتر تو عمقش بره و واقعا برای من سوال مهمیه. من توی دوتا فیلم اخیرم، یکی خب فیلم دی و یکی فیلمی که الان اسمش از زندگی من باد است، My Life is Wind، که دارم کامل میکنم، داستانایی که توشون گفتم یکم انگار داستانای مثلا تاپیک داره. مثلا دی خب توش داستان جنسیت بود که داستان مهمیه در دنیا از جمله ایران، داستان یه بخشیش مهاجرت بود و کلن کنار هم گذاشتن اون چیزی که گفتی نامعلومی جایگاه آدم توی دنیا، چه توی کسی که اینجا به دنیا اومده و هویت جنسیش زیر سواله بر خودش، و چه کسی که داستان جنسیت نیست، داستان هویت ملی و جایگاهی و خونشه، کسی که نه از اینجا رونده از اونجا مونده. این موقعیت از اینجا رونده از اونجا مونده که موقعیت خیلی جهانیه و من حالا اگه اون فیلم رو الان می ساختم سعی می کردم خیلی بهتر و بیشتر در بیارم، خیلی کم بودم داره اون فیلم، ولی برام ذهنیتم از ساخت اون فیلم اون بود. یا فیلمی که الان ساختم یه فیلم بیشتر شاعرانه کوتاهیه که راجب داستان زندگی یه در واقع پناهنده عربه که توی آیووا اومده و حالا توی مزرعه خوک داره کار میکنه و زندگیشو داریم دنبال میکنیم و بیشتر یک ریفلکت کردن شاعرانه یه روی موقعیت این آدم، موقعیتی که آدم ها توی جایی که فکر میکنن باید باشن نیستن و نمیدونن کجا میخوان باشن، میدونن رونده شدن از یه جایی که بودن، میدونن موقعیت تعلق نداشتن. و اینا رو دارم میگم برای اینکه من واقعا یه فیلمسازی هم که با این که الان حالا یه تعدادی فیلم کوتاه ساختم، فیلم بلند ساختم، چندین سال درس میدم، حس میکنم به عنوان یه آدم ایرانی آمریکایی، چون تازگی هم رسما آمریکایی هم شدم، هنوز اینکه چه داستانی رو، چه آوازی میخوام بخونم، چه داستانی میخوام بگم و باید بگم داره برام روشن میشه. یعنی یه پروسس هنوز. چرا؟ چون من فکر میکنم مهمترین چیز برای هر شاعری، هر هنرمندی، اینی که تو چی میخوای بگی، داری چه آوازی میخونی. مثلا رودکی که داره داستان بوی جوی مولیانو میخونه توی اون شعرش، از یکی از عمیق‌ترین نیازهای درونیش میاد، بازگشت به وطن، به خونه. و من فکر میکنم این مضمون خونه، تعلق به خونه، دوری به خونه، ساختن یه خونه، مضمونیه که خیلی توی دنیا وجود داره. و من فکر میکنم به دوست دارم توی کار جدیدم داستانی بگم که اون درونی‌ترین و عمیق‌ترین داستانی باشه که میتونم به زبونم بیارم. و برای من موقعیت دور از وطن بودن و غربت و اینا همه جز بشه و یه جورایی برمی کاوشه که ببینم خب از دل اینا چه شعری، چه داستانی، چه آوازی قراره در بیا. و اون برام مهمتره تا اینی که بخوام فقط از لحاظ سیاسی اجتماعی تعیین بکنم که چه استراتژی باید بچینم که برم بالا توی هالیوود یا حالا سینمای مستقل. میدونین چی میگم؟ یعنی یه کاوش شاعرانه است برام، ممکن حالا خیلی هم انتزاعی به نظر برسه، ولی واقعا برام سوال اینه. و برای من آقای نادری خیلی قابل احترامه، با اینی که اون تأثیر رو نداشت توی ایران، من حس میکنم یه آرتیست واقعی موند. یعنی کارایشو که اینجا کار کرده و من دیدم هیچ کدوم مستقیما راجع به این نیستن که من ایرانی ام این و این، ولی همه اون این کاوشایی که میگم که آدم توی غربت و دوری داره توی کاراش هست انگار. ببین آخه یه فرمولی هست، مثلا اون فرمولی که کلوژاو مثلا توی نومدلند
دنبال کرد. یعنی که تو وقتی به عنوان یه فیلم سازی که مثلا اومدی توی سینمای امریکا میای داستانی رو تعریف میکنی که هیچ جوره مثلا به تجربه زیسته تو ربط نداره و مثلا تو میای روی داستان یه زنی که میخواد توی مثلا امریکای بعد از رکود اقتصادی 2008 مستقل باشه فیلم میسازی و شاید مثلا یه گرامر سینمایی رو با خودت میاری روی یه داستانی که به تو ربطی شاید نداره سوار میکنی. یه فرمولی هم مثلا شبیه شاید مثلا من فاتح آکیم به ذهنم میرسه که مثلا تو بری در دل مثلا سینمای آلمان راجب مسائل جامعه ترک ها مثلا فیلم بسازی، مثلا توی هدان یا توی لبه بهشت. تو جالبه که یعنی نکتهش اینه که تو توی فیلم بلندت باز یه وضعیت بینابینی داری، یعنی مثلا تنه اصلی تو جدا از شروع و پایانت یه دغدغه مثلا وطن و یه دغدغه جامعه ایرانی و یه بازنمایی جامعه ایرانی تو دل مثلا جغرافیای امریکا توش دیده میشه، ولی خب موضوعت و چیزی که داری دنبال میکنی خب مختص به شاید جامعه امریکایی باشه. ببین ابهام توی جنسیت نه، شخصیت اصلی تو خب یه امریکاییه و مثلا فکر میکنم شاید یه جورایی اینم هست که شاید مثلا هنوز به پتانسیل ها و ظرفیت های خودش تو فیلم تو شاید نرسید از نظر شخصی، یعنی اون تنه میانی یه جورایی نتونسته کامل با ابتدا و انتها هماهنگ بشه، با اون ساختار قرینه فرمال تو مثلا هماهنگ بشه و اینکه تو باز توی این شکل مثلا فیلم اولت هم این وضعیت بینابینی توش وجود داره برای من جالبه. در نهایت تو این فیلم اول بلندت باز توی کن یه نمایش داشت، ولی به نسبت آناهیتایی که مثلا توی یه فاصله بین 18 سالگی تا 26 سالگی اینقدر کار کرده، یهو تا الان یه وقفه توی کارنامه تو به وجود میاد. آیا نتیجه مثلا دلسردی بود از فیلم بلندت؟ نتیجه این بود که مثلا به زمان احتیاج داشتی برای اینکه یکم مثلا فکر کنی، خلوت بکنی برای ادامه راهت؟ چطور این وقفه؟ خودت راجع به این وقفه نظرت چیه؟ 100% آره. و خیلی هم مرسی، این مصاحبه بیشتر از سوال جواب به من کمک میکنه فکر کنم، چون خیلی وقته با کسی که از ایران باشه و این زوایا رو ببینه حرف نزدم. ببین وقفه یه بخشش واقعا زندگی بود، به خاطر اینی که من از بعد از ساخت دی یه شرایط مالی همه چی اینطوریش بود که باید یه شغل میگرفتم و یکم استیبل میشدم و شروع کردم به تدریس تمام وقت. و خب این یه بخشیه که نامرئیه به دوستان من و به کسایی که حالا فقط فیلم ها رو دنبال میکردن، اونم این که خب توی دانشگاه آیووا مشغول به کار شدم و شروع کردم به در واقع شروع کردن یه رشته فیلم نام نویسی اینجا و خیلی کار بود. یعنی یکی دو سال یک عالمه تلاش من به این بود که کاریکیولم برنامه درسی بنویسم، نمیدونم هایر کنیم آدمای جدید، یعنی یک تلاش متفاوت از فیلم سازی بود در این که داشتم دی و این برنامه نشون میدادم و دیگه داشت تموم میشد دوره نمایشش و یه بخششون بود. و یکم هم فکر میکنم همه اون عواملی که بود گفتی بود، یعنی مثلا دی از یه طرف یه تعداد کمی بودن که ساپورتیو بودن، توی فرانسه دیستریبیوتر گرفت، مثلا توی قبل از کن به برونو دومونت نشون دادیم، اون تایید کرد کیفیت یه جاهایش رو حداقل برام، یعنی اعتماد به نفس حدودی داشت، ولی خب درسردی هم داشت چون انتقادم ازش زیاد بود و خیلی هم انتقادای به جایی هست خیلی هاش. من فکر میکنم یه پتانسیلی توی ایده این داستان هست که درست میگه اون بینابینیه نذاشته خیلی در بیاد و به هر حال اونم بود و زندگی بود. و بعدم داشتم آماده میشدم برای ساخت یه فیلم دیگه، پندمیک اتفاق افتاد، واسه همین مثلا یه جورایی اینطوری میگم که یهو 3-4 سالش یه طوری رفت که او مای گاد، مثلا 3-4 سال کجا رفت، چی شد؟ و بعد دیگه برگشتم 2022-23 به فیلم برداری این فیلم که توی آیووا بود، یه بخش کوچیکیش هم توی یه روستایی توی سوریه بود که خودم نمیتونستم برم، از راه دور باید گرفته میشد. اینیه که کمی طول کشید زمانم، مدام من فکر میکنم بریک هم نیاز داشتم. من توی این 5 سالی که صبر کردم
دانشم نسبت به یک به خاطر درس دادن و توی آیووا، آیووا مثلا یه جایی به گوش جهانیان دور افتاده توی میدوست وسط غرب آمریکا، بیشتر دانشجوهای من اهل شهرهای کوچیک اینجام و من یه رابطه‌ای با آدمای این جامعه آمریکایی داشتم که قبلش واقعا نداشتم، حتی اینکه بفهمم تدریس این کمک رو داره خیلی میکنم. مثلا یکی خود محوری آدمو میشکونه که خوبه، نه اینکه آدم فقط بره تو تدریس، چون من خودم آرتیست و فیلمساز میدونم در نهایت دوست دارم فوکوس اصلیم روی فیلم باشه، ولی برای یه دوره‌ای که خود محوری منو شیکون باعث شد خدمت کنم به خلق و در این حالم بشناسم خلق دور و برم خیلی بیشتر و این برام بریک خوبی بود، بخاطر اینکه من به یه جایی رسیدم که فکر کردم من نیاز دارم جامعه و لوکیشن هایی که توش میسازم، مدل انگلیسی حرف زدن آدم، همه اینا رو بهتر بشناسم و و دیگه نمیتونم متوجه. فقط اون ساختار و زبونی که آنها ایتا آخه توی اون توی فیلم کوتاهات جواب میداد، اون توی فیلم کوتاهات جواب میداد، ولی برای کنترل یه فیلم بلند مثلا یه زمان 80-90 دقیقه شاید کافی نبوده. این فیلمسازایی که معرفی کردی در مورد فیلمسازای غربت و دیاسپورا، اینه یه فیلمساز هست که من باز میگم از خوششانسی سومین فیلمساز مثلا مطرحیه که میشناسم از نزدیک و مثل مربی یا منتور من میمونه، روبرتو مینروینی هست که یه فیلمساز ایتالیایی در آمریکا زندگی میکنه، یه فیلم ساخته بود Stop the Pounding Heart، قلب تپنده را بیستان، یا نمیدونم چی میشه بعدا، ولی اونو ساخته بود و فیلمای سبکش خیلی مثل فیلمای ارمان و علمیه، کم سبک مستنده ولی انگار یه داستان داره از توش در میاره و همش راجب نواحی خیلی دهاتی و روستایی تکزاس، کسایی که ردنک بهشون میگم، مثلا ترامپیا و میدونیم مثلا اونجور آدم ها، ولی با این نگاه انسانی خیلی تکوندهنده ای. و برای من روبرتو نمونه خیلی مهم میشد. یه بخشی که میگم یه ایده ای دارم که ممکنه بخشش مستند بشه، برام اینکه تو داستان دیگری رو بگی ولی یک جورایی انگار از طریق دیگری داری داستان خودت هم میگی، برام اتفاق خیلی جالب شد، بخاطر اینکه روبرتو از این بیشتر نمیشد بین خودش و سوژه‌اش تفاوت باشه، ولی انگار یک جوری داستان خودش و بیرون بودن خودش از خیلی مثلا گروه های شناخته شده جامعه و همه اینا رو داره از دل اینا هم میگه. و برمیگردیم به ببخشین خانه سیاه هست، بر من خیلی جذابیت داره داستانگوی فروخت تو اون فیلم، چون من حس میکنم فروخت توی اون فیلم وجود داره ولی از دل همه این عهد عتیق و زندگی جزامیان همه اینا انگار یه چیزی هم از قلب و دل و تجربه خود این آدم بیرون میاد و خلاصه بر من یه مسیر کاوشه که به نظرم من الان اینجا دیگریم، دیگران برام دیگریم و شاید از دل اونا رو بهتر شناختن و داستانشون رو گفتن یه چیزی هم نزدیکتر به حقیقت موقعیت خودم بتونم بگم. چه عالی. ببین برای راستش دو تا سوال دارم ولی ترجمه میدم یکی ببین یه سوالم اینه که توی همه این تایمی که نبودی ارتباط تو با سینمای ایران حفظ کردی؟ یعنی دنبال میکنی؟ خیلی نه، واقعا بگم خیلی نه. یه سری دوستایی دارم که به رفاقت که با هم داریم، تازه اونا هم بعضی فیلماشون رو ندیدن. آره، ولی الان دوتا دانشجوی ایرانی دارم اینجا، یکیشون هم خیلی دختر بامزه و خیلی دوست داشتنیه و اون هی برام میگه تلگرام برات فیلم میدم اینو. خب پس جواب سوالم گرفتم، اونقدر در جریان روز سینما ایرانیست؟ مثلا توی فستیوال آخرین فیلمی که رفتم دیدم فیلم پناه بود، جاده خاکی، که دو سال پیش بود دیگه. آره دو سال پیش فکر کنم. ولی خیلی نه، مثلا دنبال میکنم هر از گاهی که بدونم کی چی ساخته و اینا، ولی بیشتر دایره دوستانه. ببین برای اینکه برای جنبندی بحث میخوام اول یه تجربه تو اشاره کنم، بعد با این بحثمون رو اگه بتونیم جنبندی بکنیم. خب ما یه جامعه جدیدی رو توی ایران بعد از اتفاقات 1401 داریم که من راجبش از همه دوستایی که اومدن توی این پادکستم سوال میکنم، راجبش باشون صحبت میکنم. این تحولات اجتماعی جامعه ایران باعث شده خیلی از بچه ها الان توی فیلمسازی به یک مسئله برخورد کنن و انگار تا این مسائل حل نشه نمیتونن فیلم بسازن. خب یه قسمت مهمش مسئله آزادیه.
یعنی این اتفاقی که توی خیابون ها افتاده، مسئله بازنماییش توی سینما، شکل داستان ها و این چیز جدیدیه که سینما ایران باش مواجهه. اگه برگردم به تجربه تو توی ساختن فیلم سوزن، یعنی زمانی که تو احساس کردی که آزادی برای نشون دادن، حالا درسته که جغرافیات فرق میکنه، ولی دلم میخواد از چشیدن طعم آزادی توی چیزی که باید نشون بدی صحبت بکنی و بعد اینو وصلش بکنیم به وضعیت فعلی جامعه و سینمای ایران. خیلی سوال سختیه، ولی آره ببین، من از یه طرف خیلی خب من نبودم اونجا، 13 سال الان برنگشتم و اتفاقاتی که میافتاد و دنبال میکردم، بی اندازه احترام میذارم به کسایی که درگیر بودن. من خیلی درگیر نبودم و حضوری هم نبودم، نچشیدم، و واسه همین یکم چیزی که میخوام بگم مراقبم، به خاطر اینکه کاملا میفهم وقتی میگن زن زندگی آزادی، از چه جور آزادی دارن حرف میزنن. وقتی هنرمندا از عدم آزادی حرف میزنن، از چه جور آزادی حرف میزنن، کاملا قابل فهمه. و اینکه آدم سرکوب بشه، گفتارش، بیان سینماییش بخواد مدام کنترل بشه، آدم میتره. که مثلا من فیلم دیو، خب اون مدلی که ساختم توی ایران احتمالاً نمیتونستم بسازم. حتی خیلی ساده فیلم نیدل و اون مدلی که واقع گرایانه بخوام زندگی یه دختر رو، به خصوص جنبه های زنانه فیلمام که خیلی هم حالا چیز مثلا جنسی توش نداره اونقدر، به معنی که مثلا بخواد یه مرزی رو رد کنه توی، میدونی، ولی با این وجود هیچ وقت به این فکر نکردم که چطور اینو پرده و حجاب روش بندازم و بخوام به این شکل دیگه نشون بدم. چیزی که میخوام بگم ولی برای من اینیه که مفهوم آزادی مفهوم خیلی پیچیده، یا آزادی چیه واقعا؟ آیا همین در این حد میخوایم بمونیم؟ با اینی که کاملا میخوام بگم مهمه این آزادی، منتها یه جور آزادی فکرم هست که من احساس میکنم توی یه جامعهی مثل جامعه آمریکا از آدم ها سلب میشه، انگار به شکل نامرئی آدم ها هل داده میشن که به شکل خاصی فکر کنن، حالا چه از مصرف گراییش، چه فضای خیلی صفر و یکی سیاسیش، میدونید چی میگم؟ یعنی یه جور آزادی اندیشه هم توی ایران یه جور غیر قاعده مندی فکری توی ایران بود که بعضی وقتا فکر میکنم اون جور آزادی فکر کردن انگار توی یه بخشایی از جامعه غربی از آدم حداقل تا وقتی که من تجربه کردم گرفته میشه. این که بر من یه سوال بزرگتریه که اصلا آزادی چیست، به چه هدفی، در چه شکلی آدم میخواد تجربهش کنه. برای من وقتی نیدلو میساختم خیلی به این فکر نمیکردم، یعنی به این که من این پریویلیج رو دارم که الان هر شکلی میخوام اینو نشون بدم خیلی فکر نمیکردم، بلکه بعد از این که ساختمش فکر کردم انگار یه چیزایی توی من خیلی درونی شده بود از نظر اینکه در چه حدی چی رو میخوای تو داستان نشون بدی، که انگار با خودم بردم از ایران. مثلا یکی یه تحلیلی روی نیدل نوشته بود راجع به بخشی که بچه میره توی دستشوی مردونه و بعد سرشو میپوشونه تا وقتی که همکه مردی میاد. من اصلا به حجاب یا همچین چیزی فکر نکردم، ولی براش این لایه بود که انگار به محض ورود یه مرد توی فضای مردونه داره این زن خودشو قایم میکنه. و خب فکر میکنم این لایه ها بیشتر چیزایی هست که درونی شده بود و با خودم بردم و بهشون فکر مثلا خیلی آگاهانه موقع ساخت نکردم. فکر میکنم مثلا یه فیلمسازای دیگه ای هستن یا بازیگرا که میان و اونا شاید خیلی آگاهانه تر این سبکی که مثلا دارن قاعده شکنی میکنن و موضوعی تاور رو کار میکنن بیشتر بشه. تو کار من اونقدری نبوده. حتی توی دی که میساختم، این که این داستان هویت جنسیتی چیزی هست که تو ایران شاید نشه اونطوری پرداخت بشه، صادقانه بگم خیلی بهش فکر نمیکردم. یعنی فکر میکنم شاید تو ایران هم حالا راهش رو پیدا میکردم که همچین قصه ای رو به نحوی بگم، میدونی؟ بر هم خیلی جواب خوبی ندارم بهت میدم، به خاطر اینکه جوابی نمیدم که خیلی شاید با حال و روز الان و نیازهای الان آرتیستای ایرانی هم خونی داشته باشه. یکم من نسل عقبترم و با یه دیدگاه دیگه ای اومدم، میدونی دیگه. منظورم اینه که خیلی به اینی که من از این قفس بیرون اومدم و دارم این کارا رو میکنم الان، حداقل توی فورگراندم خیلی نبود توی فکرم. ببین، برای سوال پایانی، فکر نمیکنی که مثلا لازم داری جامعه جدید ایرانی رو ببینی و مثلا آپدیت بشی؟ چرا، من 100% تازگی با اینکه حرف میزنم که برام
به جای اینکه من سوالش رو جواب بدم تبدیل به یه کلاسی شد که اون برای من توضیح میداد که چقدر سیستم پخش ویدیو و فیلم تو ایران فرق کرده، اصلا اون دیدگاهی که من دارم که حالا یا ماهواره است یا تلویزیون یا دیویدی وجود نداره دیگه، چرا خیلی مهمه و واقعا یه نادانیه که من دارم و از یه دوری و تنبلی و همه اینا اومده و بعدم واقعیتش خیلی سرم شلوغ سر کار که امیدوارم با تغییر شغلم خیلی بهتر میشه، ولی چرا فکر میکنم باید بشناسم حتی اگه هیچ وقت برنگردم ایران فیلم بسازم خیلی مهمه. من رابطه‌ام با فرهنگ ایران با داستانا و شعرهای قدیمی نگه داشتم، یعنی هنوز ادبیات میخونم، با یه سری آدمای ادبی تو ایران در تماسم، مینویسم هر از گاهی برای مجله‌های اونجا، ولی رابطه زنده مدیا و سینما و جمع سینمایی و حتی جامعه رو درست شناختن رو نیکم از دست دادم و بله باید بیشتر بدونم. دمت گرم آنایتو، دمت گرم. برای من که خیلی گفتگوی لذت بخشی بود، امیدوارم که برای مخاطبونم همین طور باشه دیگه. مرسی از وقتی که گذاشتی. ممنون، خیلی مرسی، دم شما گرم. برای من خیلی چسبید، من مدت ها بود که همچین گفتگویی با فضای ایران و یادم از اونجا و یه برنامه خوبی مثل شما نداشتم و مرسی. برای من خیلی موقعیت بی نظیر بود، ممنون. ممنونم که تا این لحظه همراه ما بودین و امیدوارم از شنیدن این گفتگو لذت برده باشین.